در باب جلسه پیش، حالا برای دوستانی که نبودن من فقط بگم، من یک تعریفی از اندیشه نقادانه کردم و گفتیم اندیشه نقادانه یک نوعی از اندیشه است که به ما کمک میکنه با نگاه انعکاسی، یعنی نگاهی که درش خود ما مؤثریم در این نگاه، یعنی نگاهی که در حقیقت به جهان هست که از دیگران نگرفتیم باورها رو، ما باورها رو خودمون میکاویم و میشکافیم. این مدل نگاه، مدل نگاهی که از اندیشه انعکاسی در میاد و همینطور نگاه یعنی تأثیر میذاره بر مدل اندیشیدن ما. اندیشیدن ما رو به گونه‌ای فیلتر میکنه که باورهامون رو باورهای درست و موجه میکنه، یا باورهای نادرستمون رو به ما نشون میده و سعی میکنیم بذاریمش کنار. یا وقتی دیگران از باورهاشون حرف میزنن یا جهان رو توضیح میدن، اون قسمتهایش که مغالط هست یا اون قسمتهایش که درست هست رو ما میتونیم فیلتر کنیم. اندیشه نقادانه این توانایی رو به ما میده. و خیلی وقتا من فکر میکنم در مسائلی که مربوط به روان ما و سلامت روان ما میشه، همونطور که استادام گفتن جلسه پیش، خیلی خیلی میتونه موثر باشه. ما اگر اندیشه نقادانه داشته باشیم، من میتونم بگم که احتمال اینکه دچار مشکلات روانی بشیم خب کمتر میشه، حتی مشکلات ما تعدیل میشن. حتی توی کتاب‌های تکست‌بوک‌های روانشناسی شما نگاه بکنید، آخر هر چپتر یه تیکه کریتیکال تینکینگ داره، یعنی موضوع رو به حالت کریتیکال، به حالت نقادانه توضیح دادن. حتی یک بخشی از روانشناسی اصلا بر پایه کریتیکال سوسیولوژی، بر پایه نگاه جامعه شناسی نقادانه است و خیلی مهمه. بر در مورد استدلال ها صحبت کردیم و انواع استدلال ها گفتیم. استدلال استقرایی داریم که در حقیقت یه سری مفروضات داره یا مقدمات یا با مفروضات اولیه یا قضایای اولیه، و از اونها ما استدلال میکنیم. اگر بدنه استدلالیمون درست باشه به سری نتایجی میرسیم، البته میتونه بدنه استدلالیمون نادرست باشه، به هر حال به سری نتایج میرسیم یا مؤخرات یا تالی هم بهشون میاد در حد. و این مدل استدلال استنتاجی است که استنتاج بهترین تبیین هم داریم، یعنی در بعضی وقتا که مشخصا مطلقا ما نمیتونیم بگیم چه چیزی درسته است، اما میتونیم از بین احتمال ها، از بین آن پاسخهایی که برای یک پدیده وجود داره، احتمال رو در نظر بگیریم، اون پاسخی که موجه تره، اون پاسخی که محتمل تره رو انتخاب بکنیم. این میشه استدلال بهترین تبیین. مثالش مثال شیرین و فرهاد بود که گفتیم اگر شیرین بگن که فرهاد تو رو دوست داره و گونه‌هاش سرخ بشه، ما احتمالاً میگیم به خاطر این گونه‌هاش سرخ شد که شنید فرهاد رو دوست داره، خجالت کشید، در حالی که میتونه دلایل دیگه هم داشته باشه. ولی بهترین دلیل در اون لحظه یا استنتاج بهترین تبیین اینه که بگیم خب این دوتا به هم ارتباط داشته. و خب این استنتاج بهترین تبیین خیلی وقتا در مورد تئوری توطئه کاملاً برعکس میاد. در مورد تئوری توطئه هم یه مقدار صحبت می‌کنم، چون به مشکل پارانویا توی اختلال شخصیت هم کاملا مربوط تئوری توته و یکی از مغالطات هم هست. نوع دیگر استدلال، استدلال استقرایی بود که ما گفتیم استقرا بر اساس مشاهده این جهانه، یعنی هر چقدر ما پدیده ها رو مشاهده میکنیم و میبینیم به گونه تکرار میشن، میگیم خب در آینده هم احتمالا این گونه تکرار خواهند شد. یعنی مثلا ما میبینیم که آقا کسی که چون دارم غذای سالم میخوره حالش بهتره، این نمونه رو در بسیاری آدمای مختلف میبینیم، شواهد زیادی داریم براش، بعد نتیجه گیری میکنیم که هر کس غذای سالم بخوره به گونه ای حالش بهتر خواهد بود. این یک مدلی از استقراست. یا در علم ما در حقیقت یک اتفاق بارها 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 تجربه میکنیم و بعد نتیجه گیری میکنیم که اگر دفعه بعد هم تجربهش بکنیم همین گونه خواهد بود. مدلی که جهان کار میکنه بر اساس استقراست، یعنی ما براش تئوری علمی می‌نویسیم. این هم استدلال استقرایی است که باز استقرای تام داریم، استقرای ناقص داریم، ولی هر دو باز در حقیقت زیر مجموعه همین استقرا حساب میشه. و بعد از اون خب یه مقدار مغالطه معرفی کردیم. نکته‌ای که میخوام امروز با شروع بکنم قضیه اون چیزی است که در انگلیسی بهش میگیم validity و soundness، در فارسی بهش میگیم معقولیت و صدق. هفته گذشته اشاره‌ای بهش کردیم ولی فکر میکنم خیلی مهمه توضیحش، که چون اساس اندیشه انتقادی و اندیشه نقادانه بر یکی از مهمترین بخشاش بر همین اساس استدلال و بنیاد گذاشته شده، یعنی ما باید بتونیم تشخیص بدیم که وقتی یه آدمی حرف میزنه آیا داره فقط احساساتشو بیان میکنه یا فقط داره جهان رو توضیح میده یا تجربهشو داره میگه یا داره استدلال میکنه. خیلی وقتا ما این دو تا رو با هم قاطی میکنیم،
یعنی میبینیم یک گزاره‌ای رو میشنویم و یک پاراگراف یا چند جمله رو پشت سر هم میشنویم، میبینیم تای تایش اون طرف داره استدلال میکنه ها، ولی ما فکر کردیم داره نظرش رو میگه در حالی که داره استدلال میکنه، و این رو ما باید درست تشخیص بدیم. معقولیت رو ما اسمش رو گذاشتیم، در حقیقت validity رو اسمش رو گذاشتیم معقولیت. گفتیم یعنی چی؟ گفتیم یعنی از مفروضات اولیه یا از قضایای اولیه، وقتی ما به یک طرز درستی با یک استدلال درستی به نتایج یا به تالی در حقیقت برسیم، این بهش میگیم استدلال معقول. لزوماً به معنی استدلال صادق نیست، استدلال صادق یه ذره فرق داره، ولی میشه استدلال معقول. مثالش این بوده، عدم تحرک جسمانی برای سلامت روان مضر است. این شرط الف. شرط ب، عدم سلامت روان تأثیر منفی بر حس شادی و خوشبختی فرد داره. این دوتا شرط اول. اصلا ما با درستی و غلطی این دوتا کار نداریم. ولی اگر بپذیریم که وقتی ما تحرک جسمانی نداریم سلامت روانمون ضربه میخوره، و بپذیریم که سلامت روان داشتن یک تأثیر مستقیمی بر لول شادی ما و بر لول خوشبختی ما، حس خوشبختی ما داره، این دوتا رو بپذیریم، اون وقت استدلال درست از این دوتا چی میشه؟ اینکه برای داشتن حس شادی و خوشبختی تحرک جسمانی امری لازم است. یعنی نتیجه به یک مدل درستی از اون دو گزاره اول نتیجه شده. ما میتونیم ببینیم که این بدیهی است که از اون دو گزاره اول این نتیجه میشه. این میگیم استدلال معقول. حالا آیا صادق هم هست یا نه؟ چگونه میفهمیم صادقه یا صادق نیست؟ وقتی میفهمیم صادق هم هست که بدونیم دوتا شرط اولیه هم درسته. این خیلی مهمه. خیلی وقتا ما شروط اولیه یک استدلال رو چک نمی کنیم. یعنی طرف یه ادعایی میکنه، بعدش اون ادعای استدلالی هم میکنه، بعد ما فکر میکنیم استدلال چون درسته فکر میکنیم نتیجه هم درسته، در حالی که کاملا اون شروط اولیه میتونه اشتباه باشه. و اگر شروط اولیه هم درست باشن و استدلال هم معقول باشه، اون وقت میرسیم به یک استدلالی که بهش میگیم صادق. یعنی هم شروط اولیه‌اش درستن، هم خودش معقوله، پس نتایجش حتما درسته. و درستی و غلطی رو من دوباره یادآوری بکنم، وقتی میگیم درست یا نادرست، این در مورد استدلال نیست، این در مورد یک گزاره است، در مورد یک چیزی که در مورد این جهان داره میگیم. مثلا وقتی ما میگیم ماه گرد است یا حالا زمین گرد است، این دیگه استدلال نیست، این یک گزاره است در مورد این جهان. وقتی من میگم حالم بده، دارم یه گزاره در مورد، استدلال نمی کنم. وقتی دارم میگم حس افسردگی دارم، یک استدلال نمی کنم، دارم در مورد حس خودم یک گزاره میگم. حالا این گزاره یا درسته یا غلطه. بعضی وقتا هم قابل بررسی نیست اصلا. یعنی مثلا وقتی من به یه نفر میگم من تو رو دوست دارم، خیلی وقتا قابل بررسی نیست، من فقط دارم یه چیزی میگم، قابل بررسی برای اون آدم نیست، باید حرف من رو یا بپذیره یا نپذیره. بعضی از پدیده ها قابل بررسی هست. مثلا وقتی میگیم که چه میدونم بچه خورد زمین داره گریه میکنه، این قابل بررسیه، چون میتونیم بریم تو اتاق ببینیم داره گریه میکنه، میتونیم ازش بپرسیم که چی شد که داره گریه میکنی و بفهمیم که خورده زمین، این دیگه قابل بررسیه و حالا میتونه یا درست باشه یا میتونه غلط باشه. به این مدل گزاره ها که قابل بررسی هستن و قابل دیدن و مشاهده هستن، به اینها میگیم در اصطلاح در فلسفه به اینها میگیم گزاره های پسینی یا a posteriori به انگلیسی بشه. این پسینی ها اون مدل گزاره هایی هستن که مربوط به جهان هست، مربوط به تجربه ما از این جهان هست. یعنی مثلا وقتی من میگم تلفن روی این میز هست، یه گزاره پسینی است، یعنی با تجربه این جهان، با نگاه کردن به این جهان، با امتحان کردن این جهان، من میتونم ببینم که آیا این گزاره درسته یا نه. اما وقتی میگم همه مردهای مجرد زن نگرفتن، این دیگه احتیاج به تجربه این جهان نداره، بنابر تعریف درسته. این مدل گزاره ها هم یک مدل دیگری از گزاره ها هستن. اصطلاحاً به اینها میگیم گزاره های پیشینی یا اپرایوری. اینها احتیاج به تجربه این جهان ندارن. گزاره هایی هستن که بنابر تعریف درستن. مثل دو علاوه دو میشه چهار. این بنابر تعاریف درسته. احتیاج ندارم من برم بیرون رو ببینم که ببینم دو علاوه دو میشه چهار یا نه. به هر حال درستی یا نادرستی این گزاره ها رو یا از طریق تجربه جهان باید بفهمیم. مثلا امروز هوا بارانی است، ما میریم بیرون میبینیم هوا ابری است، بارونی است در لندن که این گونه است، پس میگیم گزاره غلطه. نادرسته، اما هنوز قابل بررسی. بعضی گزاره‌ها که اصلا قابل بررسی نیستن، بعد مواظب باشیم تو استدلال هایی که برای ما میشه آیا از گزاره های قابل بررسی استفاده شده برای شروع یا نه. اینا همش مهمه. البته اینجا من به انگلیسی هم سعی کردم که اصطلاحات هم به انگلیسی بنویسم هم به فارسی. نوشتم که مفروضی یا مقدمه رو میگیم premise، برهان صادق رو که هم مقدماتش درستن هم خود استدلالش معقوله
بهش میگیم sound argument یا برهان صادق، و نتیجه ها هم که گفتیم بهش میگیم conclusions، و اعتبار یک استدلال هم بهش میگیم validity. چند تا مثال، همه پودل ها سگ هستند فرض بکنیم که درسته، تویگی یک پودله، این هم فرض بکنیم درسته، اگه این دوتا درست باشن پس تویگی سگه، پس استدلال هم شروطش درستن هم مفروض هم متأخراتش درستن، پس یک استدلال ساده. حالا مثلا بگیم همه سگ ها حیوانند، همه گربه ها هم حیوانند، خب پس بگیم پس همه سگ ها گربه هند. احتمالا همه میفهمن که همه سگ ها گربه نیستن، چون میدونیم همه سگا گربه نیستن، بنابراین این موقع این استدلال که غلطه. اما خیلی وقتا واقعا گول میخوریم، دو تا چیز که یک چیز سومی هستن فهم میکنیم پس این دو تا هم دیگه هم هستن، بعد مواظب باشیم، یعنی هر دو مفروضه اول درسته ولی نتیجه کاملا مغالطه آمیز. استدلال بعدی، یعنی این استدلال قبلی که گفتیم نامعتبره چون استدلال غلط بود، پس در نتیجه ناصادق هم هست. همه سگا حیوانند، همه پودل ها حیوانند، پس همه پودل ها سگ هستند. این خیلی جالبه، هر دو مفروضه درسته، نتیجه هم درسته. همه سگ ها که حیوانند مفروضه اول، همه پودل ها هم حیوانند مفروضه دوم، ولی سومی نتیجه هم درسته، همه پودل ها سگ هستند، ولی از اون دو مقدمه این نتیجه رو نمیشه گرفت. یعنی با اینکه نتیجه درسته ولی استدلال نامعتبره، یعنی با از دو تا چیزی که اصلا همچین نتیجه رو نمیدن ما این نتیجه درست گرفتیم. درست نتیجه درسته، توی فرمول لاجیک اصطلاحا بهش میگن اوکی درست، ولی به طور کل استدلال استدلال نامعتبری است. مثل اینکه من بگم رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ، زن آقای اوباما هم میشل اوباما است، پس مثلا پس کاخ سفید یک سیستم جنایتکاره. اصلا یعنی ممکنه کاخ سفید جنایتکار باشه، اون دوتا گزاره اولم درسته ولی اینا ربطی به هم ندارن، با اینکه سه تا جمله درست گفتم ولی استدلال نامعتبره. این خیلی مهمه بهش دقت بکنید. مثال دیگه، مغز بزرگتر نشانه هوش بیشتر است. این تقریبا بیولوژیست‌ها همه باش موافقن در باب این قضیه. مغز مردها به طور میانگین بزرگتر از مغز خانم‌هاست. اینم درسته، دو تا گزاره درسته، پس مرفا باهوش‌ترن. خب مشکل این استدلال کجاست؟ مشکل این استدلال اینجاست که مغز بزرگتر نشانه هوش بیشتر است. این ما به ظاهر قبول کردیم که درسته ولی مشکل داره. چرا؟ برای اینکه مغز فیل احتمالاً از مغز آدم بزرگتر ولی هوشش بیشتر نیست. دلیل چیه؟ وقتی بدن بزرگتر میشه تعداد سلول‌ها بیشتر میشن، تعداد عصب ها بیشتر میشن، موتور فانکشن یعنی حرکت این ابعاد بدن بزرگتر میشه و بیشتر میشه، احتیاج داره به یک مغز بزرگتری که اون بدن بزرگتر رو بتونه منیج بکنه. یعنی هرچه بدن شما گنده‌تر میشه باید مغز بزرگتری هم داشته باشین که با اون بدن بزرگتر بتونه ارتباط از اطلاعات از اون بدن به اون بزرگی رو بگیره. پس لزوماً به این معنی نیست که اگر یه موجودی مغزش گنده‌تر حتما باهوش‌تره، نسبت به بدن این باید حساب بشه. و درسته که بدن مردها اندکی بزرگتر، مغزشون هم اندکی بزرگتر، ولی تمام آزمایش‌ها نشون داده که تقریبا ضریب هوشی زن و مرد یکسان است. حالا بعضی نژادها مختلفه، مثلا در نژاد زرد انگار به چیزهایی هست، یعنی استادیهایی نشون میده که احتمالا نژاد زرد هوششون از بقیه نژادها اندکی بیشتر، ولی حالا باز جای بحثه. استدلال بعدی، عهد عتیق کلام خداست. کسانی که حالا احتمالا همه دوستان میدونن عهد عتیق چیست، عهد عتیق شامل تورات است و کتابهای بعدی که رو هم میشه عهد عتیق یا پیمان گذشته در حقیقت، که تا بعد از اون انجیل ها و باقی نامه ها میشن عهد جدید. عهد جدید بعد از مسیح است، عهد عتیق هر اون چیزی که قبل از مسیح میگیم، عهد عتیق که بخشش توراته. عهد عتیق کلام خداست، خدایی که جهان رو خلق کرده از همه چیز آگاه است. در عهد عتیق آمده که جهان حدوداً 6000 سال پیش خلق شده، این میشه محاسبش کرد تقریبا همین. علم ثابت کرده که عمر کره زمین 4.5 میلیارد سال و عمر جهان 13 میلیارد 800 میلیون سال. این چند تا گزاره بود. عهد عتیق کلام خداست، الف به خدایی که جهان رو خلق کرده از همه چیز آگاهه، جیم در عهد عتیق عمر جهان 6000 ساله، دال علم ثابت کرده که عمر کره زمین 4.5 میلیارد ساله و عمر جهان 13 و خورده ای، ه که نتیجه است میشه پس هر چند میلیارد سال احتمالاً باید یک روز برای خدا باشن.
پس خدا با سرعتی نزدیک به سرعت نور در حرکته. این استدلال یک فیزیکدان معروفیه، من برای اینکه نشون بدم چقدر میشه عجیب غریب و مغالطه‌آمیز استدلال کرد اینا بردم. یک فیلسوف یهودی است، ایشون فیزیکدان نسبتا خوبی هم هست، اما آنچنان باور داره به گزاره‌های اول و دوم که مجبور شده فیزیکش رو و مجبور شده علم رو هماهنگ بکنه با باورهای اول. یعنی باور مطلق داره که عهد عتیق کلام خداست. خب دیگه اینو که نمیشه تغییرش داد. خدایی هم که جهان رو خلق کرده از همه چیز آگاه هست، اینم نمیشه تغییر داد. 6000 سال هم که عمر جهانه، اینم که نمیشه تغییر داد، اینکه جزء کتاب این ستا اولیه که مجبوریم بپذیریم. علم هم که ثابت کرده عمر جهان 4.5 میلیارد سال حداقل عمر کره زمین و عمر جهان 13 خورده. پس چیکار کنیم؟ مجبوریم به یک مدلی، یک سیستمی فکر بکنیم که خدا داره نزدیک با سرعت نور حرکت میکنه، برای همین زمان برای خدا کم شده بر اساس نسبیت خاص انیشتن که حالا داستانش طولانیه و هر چند میلیارد سال برای ما برای خدا یک روز میگذره. خب نمیدونم طنز بودن این استدلال برای همه واضحه یا نه، ولی برای کسی که فیزیک خونده که مثل جوک میمونه، ولی به هر حال ایشون با جدیت تمام یک فیزیکدان همچین استدلالی کرد. استدلال بعدی، در تورات آمده که بردهداری بلا مانع است که آمده هست. تورات کتاب خداست. در اخلاق مدرن بردهداری مذموم است که هست. آقا هیچ کس بردهداری قبول نداره. هست. چیکار باید بکنیم؟ مجبوریم تفسیر کنیم. یعنی اگر شروط اولیه رو بپذیریم و بپذیریم که بردهداری بده، چه باید کرد؟ مجبوریم به گونه‌ای تفسیرش کنیم. مجبوریم بگیم نه، بردهداری که نبوده، سرویچیوت بوده. یا اگرم بردهداری بوده، مال اون موقع بوده. یا نه، بعدن دیگه حرف از بردهداری زده نشد، مثلا توی انجیل دیگه نگفتن، مثلا حالا گفتن برده ها رو دوست بداریم. به یک مدلی باید مجبوریم تفسیر بکنیم که این گزاره ها رو با هم هماهنگ بکنیم. نکته من اینجا اینه که وقتی ما مفروضاتمون رو نتونیم درست بررسی بکنیم، مفروضات اولیه رو، و مفروضات متناقض با هم داشته باشیم، به یک اشکالاتی میخوریم که مجبوریم به گونه نتیجه گیری بکنیم که نتیجه متناقض میشه، استدلالمون بسیار پیچیده و متناقض میشه و این خیلی مسئله مهمیه. مسئله دیگه مثلا مشکل شره که خب اینم دقیقا همینه که مثلا خدای قادر، عالم و خیرخواه است که این صفات، هر سه صفات خداوند است، وجود دارد. در این جهان هم شر وجود دارد که شکی درش نیست. حالا یا خدا میتواند شر را از بین ببره یا نمیتواند. اگر میتواند شر را از بین ببرد و نمیبرد، پس خدا خیرخواه نیست. اگر نمیتواند شر را از بین ببرد، پس خدا قادر نیست. اگر نمیداند شر در این جهان وجود داره، پس عالم نیست. یکی از این سه شرط با وجود شر در این جهان در تناقضه. یکیشو مجبوریم خط بزنیم. حالا کدوم نمیتونیم خط بزنیم، مجبور میشیم تفسیر کنیم. این تفسیرات بزرگ آکویناس نوشته، سنت انسلم نوشته، در دکارت نوشته که توضیح بدن، اسمش هم تئودیسه است، که توضیح بدن چرا این تناقض وجود داره. در حالی که واقعا اینکه اگر مفروضات اولیه‌مون رو درست دوباره بررسی بکنیم، احتیاج به این همه تلاش قرون و عصر نبود که به این مشکلات ما برخوریم. چند تا دیگه هم بگم از استدلالایی که میتونه مشکل ساز باشه. مثلا این خیلی جالبه، زاد تنظامیزم هست. جن از آتش است. جن نامرئی است. هر این دوتا رو هست، کسی که باور داشته باشه هم میدونه از آتش، هم میدونه نامرئی است. پس آتش نامرئی وجود داره. پس باید باور بکنیم که یک مدل آتشی وجود داره که نامرئیه دیگه. نمیشه که هم از آتش هم نامرئیه، پس آتش نامرئی وجود داره. خب چند تا دونه دیگه هم هست که کنم توی جزء دوستان میتونن بهش نگاه بندازن. قسمت بعدی در باب تشخیص استدلال و نتایج، یعنی اینکه تشخیص بدیم استدلال کجاست و نتیجه هاش چیه. خیلی مهمه که وقتی یه کسی برای ما یه چیز رو داره تعریف میکنه، مثلا میگه که من رفتم خونه مامانم، اینا به من گفتن که تو که مثلا احمد چرا نیومد. منم بهشون گفتم که خب احمد تو خونه است، داره استراحت میکنه. بعد خب داداشم خیلی بهش برخورد، گفت ما یه جا یه شب اینجا جمع شدیم، بعد این شوهرتو نمیاد. خب منم چی بهشون بعد میگفتم؟ منم دیگه مجبور شدم بگم نه دیگه، احمد یه ذره دست دلخوره. و بعد داداش من ناراحت شد که خودم بهش زنگ زدم. میبینی یه داستانی که همچین گفتگویی و بعدم تموم میشه اینجا. حالا این به نظر شما آیا استدلال بود یا فقط توضیح، یک توصیف بود؟ یه بخشش واقعا توصیفه، اینکه من رفتم خونه مامانم، اینا برادرم اونجا بود، از من پرسیدن همسرت کجاست، من گفتم خونه است، و بعد اونا گفتن پس ما رو دوست نداره اومده. اینجا یه استدلال، یعنی اونها یک استدلال کردن، دقیقا یک نتیجه گیری کردن که همسرتون نیومد پس ما رو دوست نداره. اینجا خودش استدلال. اگر حواسمون نباشه استدلالا رو میس میکنیم.
منم چیکار میتونستم بکنم؟ خب اینجا باز یه استدلال دیگه، یعنی من چاره دیگری نداشتم، توجه به شرایط بالا مجبور بودم که یک پاسخی بدم. اینم خیلی مهمه، یعنی من اون خانم هم داره استدلال میکنه که به خاطر اتفاقاتی گفتاد پس من هم مجبور شدم کار بکنم و بعد مجبور شدم بگم که مثلا تو دلخوری، در حالی که این استدلال میتونست مثلا نگه که این دلخوره، میتونست بگه که حالش خوب نیست، مثلا میتونست بگه که نمیدونم، از خودش زنگ بزنید بپرسید. یعنی لزوما این استدلالا درست نیست، این پسی که میگه دقیقاً به اون معنا نیست و اگر ما حواسمون نباشه ممکنه داستانو بشنویم بگیم خب آره دیگه همینطوری بوده، در حالی که چند تا استدلال این تو بود که اصلا میشد پرسید که خب خانواده تو چرا یهو اصلا استدلال کردن که من دوست ندارم برم اونجا، شاید حالم بد بوده. اونا مغالطه مصادره به مطلوب کردن، گفتن چون احمد نیومده پس حتما ما رو دوست نداره. خب این که درست نیست، یعنی یک داستانی که به نظر مثل گزارش میاد میبین چند تا دونه توش استدلاله، اگه حواسمون نباشه از دستش دادیم. خیلی وقتا توی جلسات، یعنی برای خود من که پیش اومده وقتی مثلا آدم با روان درمانگرش حرف میزنه، میبینم خیلی وقتا من دارم استدلال میکنم و انتظار دارم او هم استدلال منو بفهمه، اصرار دارم که استدلال های من رو به عنوان حقایق درمانگر من بپذیره و بعد بعضی وقتا میبینم که آقا من اصلا استدلالم مغالطه آمیزه، خودم حواسم نیست، دارم استدلال ها رو مثل اخبار مطرح میکنم و فکر میکنم خب درستم هست، در حالی که میتونه مغالطه آمیز باشه. در باب اینکه حقیقت چیست، ما صحبت کردیم که چه گزاره هایی درستن. این گزاره های درست، یعنی ما میگیم در حقیقت گزاره هایی هستند که یک ربطی به حقیقت دارن، یعنی درست بودن به معنی حقیقت داشتن. در باب اینکه حقیقت چیست و چه گزاره درسته، چند تا تئوری هست که خیلی خوب جالبن توی اپیستمولوژی، توی خردشناسی. من فقط دو تاشو مطرح میکنم چون به درد میخوره، به درد استدلال کردن میخوره. یعنی در حقیقت اسمشون رو بعد گذاشت تئوری های کشف حقیقت. چهار تاست، یکیش تئوری تطابق حقیقت بهش میگن correspondence theory، یکیش تئوری انسجام حقیقت بهش میگن coherism، یکی دیگه‌اش تئوری pragmatic یعنی تئوری عملگرایانه حقیقت pragmatistic theory of truth، یکی دیگه‌اش هست inflationist theory of truth. این دوتا آخری خیلی پیچیدن به کارم نمیان، ولی دوتای اول به درد بخورن. اولیش که تئوری تطابق حقیقته، فیلسوفای تحلیلی مثل راسل و دیگران در موردش حرف زدن، میگن آقا یک جمله‌ای رو که ما میگیم، یک جمله‌ای رو که هر کسی میگه، درستی این جمله و حقیقت بودن این جمله چگونه قابل بررسی است؟ وقتی که اجزای این جمله رو ما بتونیم با جهان بیرونی ارتباط بینشون برقرار کنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی من میگم مثلا کتاب باز است، اونجا کتاب باز وجود داره، نشون بدم که دارم گزارم درسته، کتاب باز است، من دارم یک آبجکتی به نام کتاب رو به یک کلمه‌ای وصل می‌کنم، یک چیزی به نام کتاب ربط داده میشه به یک آبجکتی در این جهان به نام کتاب. باز بودن یک حالتی است که در این جهان وجود داره و است به معنی یک فعل ربطی در قدمی بودنه. من به گونه اینها رو چیدم کنار هم که دقیقاً جهان رو نشون میده، جهان رو داره درست نشون میده، یعنی کتاب باز در این جهان وجود داره. اگر من اینجا نشسته باشم بگم کتاب باز است، کتاب بازی نباشه، دارم جهان رو به گونه غلطی نشون میدم. یا وقتی میگم مثلا خالهای روی آن سگ سیاه هست، باید یک سگی که خال سیاه داره در جهان وجود داشته باشه که این گزاره من درست باشه. این در حقیقت به طور خلاصه میگم جمله ما باید یک ربطی به این جهان داشته باشه و ربط درست به این جهان داشته باشه. مثلا اگر من بگم تلویزیون من گرسنه است، یه ربطی به این جهان داره جمله من، هم تلویزیون من دارم اینجا، هم گرسنگی یک چیزیست که در این جهان وجود داره، اما ربط درستی نداره. چرا؟ چون گرسنگی یک حالتی از تلویزیون نیست. تلویزیون حالتهاش میتونه یا خاموش باشه یا روشن باشه یا شکسته باشه یا سالم باشه یا مدرن باشه یا کهنه باشه، اینها صفاتیه که میشه به تلویزیون نسبتش داد. گرسنه بودن ربطی به تلویزیون نداره. پس این جمله یه چیزیش مغشوشه، یعنی ارتباط بین این کلمات با اون چیزی که در جهان اتفاق میفته درست نیست. این تئوری تطابق حقیقت که البته از ارسطو شروع شده، راسل خیلی پیشرفتش کرده، مشکل اینه که به ظاهر درست‌ترین تئوری هم هست اما مشکلات زیاد داره. ما یک تئوری درستی برای حقیقت هنوز نداریم، هنوز اوایل راهیم واقعا از این نظر. دومیش که کوهرنیستیک تئوری هست یا تئوری انسجام حقیقته، اینم خیلی جالبه. از دل فیلسوفای آلمانی، ایدئالیسم آلمانی قرن 19 هم، اینا با کانت شروع کردن و بعد شلینگ و فیخته و هگل و
به شما عرض بکنم که فوئرباخ و نیچه و یه سری قول تو قرن 19 از آلمان در اومدن بیرون که واقعا عجیب غریب و خوندنشون دیوانه کننده است. یک مدلی از ایدئالیسم بود که حالا ایدئالیسم آلمانی اسمش رو می‌ذاریم. به فیلسوفای انگلیسی که رسید تبدیل شد به یک ایدئالیسم انگلیسی و اسمش رو گذاشت. اینها اومدن یک تئوری جدید برای حقیقت دادن. گفتن یک چیزی رو، یک ایده‌ای رو ما به عنوان حقیقت می‌گیریم که در حقیقت این جهان رو هم ما به یک گونه ایده نگاه می‌کنیم. یک ایده‌ای از این جهان ما داریم. جهان به طور واقعی، واقعیت این جهان یک ایده است. حالا هر گزاره‌ای که در با گزاره دیگر در حقیقت در یک تناظری باشه و یک تئوری به ما بده، این میشه درست. مثلا اگر شما به انرژی درمانی باور دارین، این یک نگاه ایدئالیستی یک گونه‌ای به جهان. اون وقت در این تئوری شما ممکنه به چکاره ها باور داشته باشین، ممکنه به اینکه دست کسی میتونه شفا بدن باور داشته باشین، ممکنه به اینکه یک مدل هایی از انرژی وجود داره که قابل بررسی نیست باور. همه این گزاره ها که از بیرون ممکنه عجیب به نظر بیاد، چون با هم دیگه در تناظرن، چون با هم دیگه در کنار هم یک تئوری به ظاهر درست رو تشکیل میدن، پس درستن. حالا اگر متاسفانه مشکل این نگاه خیلی نگاه دینیه. این نگاهی است که میگه در داخل دین، در داخل مذهب، در داخل یک نظام باورمند همه چیز با هم تو هارمونیه، پس هر کدومش درسته. یعنی شما اگر مسلمان هستین، باور به توحید دارین، باور به معاد دارین، باور به حقانیت قرآن دارین، باور به این دارین که قرآن معجزه است، باور به وجود جن دارین، باور به اصحاب کهف دارین، همه اینها درسته، چون در کنار هم دیگه یک سیستم در تناظر با هم دیگه رو تشکیل میده. حالا مشکل این تئوری کجاست؟ راسل ایرادی که به این تئوری میگیریم، یا از بیرون اگه بیا بهش نگاه بکنی، یه گزاره‌ای که در اون سیستم درسته توی سیستم دیگری کاملا غلطه. پس ما هیچ چیز مطلقی وجود نداره. توی هر سیستمی هر جمله‌ای میتونه درست باشه، حالا توی سیستم دیگری که کاملا خلاف اونه، یعنی توی سیستمی که مثلا آدمی که باور و مذهب نداره، باور مثلا به جنگ ستارگان داره، هستن کسانی که به استار وورز یونیورس باور دارن، میگن یودایی وجود داره و فورسی وجود داره و یه همچین چیزه، باور دارن واقعا و تو این خیالشون زندگی میکنن. توی همچین سیستمی خب دیگه جن وجود نداره دیگه، یعنی وجود جن غلطه. خب پس متاسفانه این مشکل ایجاد میشه و در حالت روزمره ما این تئوری تطابق حقیقت رو زیاد استفاده میکنیم. یعنی در یک سیستم باوری خودمون هر بخش جزئی از باورمون رو که مربوط به اون باور کلیه درست در نظر میگیریم و مشکل این تئوری همینه که قبل از اینکه ما این سیستم رو درستیش رو بفهمیم، تمام تیکه تیکه جزئیاتش رو هم درست میگیم و مشکل سازه. من این چند تا مغالطه میگم، بعد میخوام اندکی در باب تئوری توطئه صحبت کنم، بعد از اونم دوباره چند تا مغالطه رو مطرح میکنم، ببینیم تا کجا میرسیم امشب. یه مغالطه جالبی وجود داره، به انگلیسی بهش میگن سترومن فالسی. سترومن به انگلیسی میشه مرد پوشالی. در حقیقت با کاه یه چیزایی درست میکردن، مثل مترسک میذاشتن اون بالا که کلاغا میترسیدن ازش. این همون سترومنه، یعنی مردی که از کاه درست شده. تو فارسی من چندم توی کتاب آقای اسقر خندان که کتاب، حالا اینم معرفی بکنم، یه کتابی هست به نام مغالطات مال علی اسقر خندان که جالبه، با اینکه مثالها بیشتر مثالای دینی و قرآنی هستن ولی خیلی به درد میخوره. کتاب خیلی خوبیه، اگر دوستان دوست دارن میتونن ازش استفاده کنن. اسمش بودش مغالطه پهلوان پنبه، اسم بامزه ای هم هست. داستان این مغالطه چیه؟ که ما خیلی وقتا توی بحث یک بخشی از موضع طرف مقابل رو میگیریم و اون بخش رو بزرگش میکنیم و به اون بخش حمله میکنیم، یا اینکه اصلا یک موضعی که موضع طرف مقابل نبوده رو بهش نسبت میدیم و بعد به اون موضع حمله میکنیم و طرف رو شکست میدیم بدون اینکه خودش بفهمه که آقا موضعی رو بهش نسبت دادیم که موضع او اصلا نبود از اول. این خیلی هم جالبه، زیاد هم اتفاق میفته. دقیقا بخشی از نظر رقیب را گرفته، آن را تغییر داده، با نظر دیگری جایگزین میکنیم و آن را به رقیب نسبت میده. جالبه برای این مقالطه کس دوستانی که انگلیسیشون نسبتا خوبه، یه مصاحبه‌ای داره جوردن پیترسن. این خیلی جالبه، تمرین خوبیه، میتونیم به عنوان تمرین بهش نگاه بکنیم. جوردن پیترسن یک سایکولوژیست کانادایی، این روزا خیلی معروف شده، بسیار کریتیکال فاکولتیش یا ذهن انتقادیش بسیار خوبه، یعنی از معدود کسانی است که من دارم اندیشه انتقادی بسیار خوبی داره. حالا با مواضعش من کار ندارم، بعضیش مخالفم، ولی توی یک برنامه توی انگلستان با یک خانومی در باب حقوق خانم‌ها و اختلاف حقوق خانم‌ها و آقایون صحبت می‌کنه و شاید بیش از 20 بار 30 بار توی این برنامه اون خانم بهش میگه ای پس داری اینو میگی، پس چه حرف عجیبی میزنی، اون همونجا حساب می‌کنه میگه من اینو نگفتم، چرا این موضوع با من نسبت میدی، این نبود حرف من، دوباره برمیگردی عقب.
و اگر این ذهنیت انتقادی رو نداشت، اون خانم خیلی خوب داره مقالطه میکنه، یعنی بسیار ژورنالیست آبدیده است در این کار و خیلی خوب داره این کار رو انجام میده. و ذهن انتقادی جوردن پیترسون اگر نباشه کاملا بهش مقالطه میشد و اصلا با سرشکستگی از اون برنامه میومد بیرون. اگر نگاه بکنید اصلا بزنید جوردن پیترسون بریتیش ژورنالیست، این میاد. دوستانی که انگلیسی گوش میده، مثلا یک کسی میگه که ما باید گازهای گلخانه‌ای رو کم کنیم. آقا همه مدارک و شواهد نشون میده کره زمین داره گرم میشه، نمیشه که تا ابد ما این گازهای گلخانه‌ای رو اضافه کنیم، باید اینا رو کمشون بکنیم، آب و هوای زمین داره خراب میشه. اون یکی دوستش میگه یعنی چی؟ میگه ما دیگه ماشین سوار نشیم فردا، حالا چه جوری می‌خوایم سر کار بریم؟ من که دوچرخه نمیتونم سوار شم، باید چیکار کنم؟ این همه اقتصاد میخوابه اگه ماشین ما سوار نشیم. فکر کردی چی؟ پس مثلا نفت چیکار کنیم؟ خب این مشکل استدلال کجاست؟ اون طرف گفت آقا ما گازهای گلخانه‌ای رو باید کم بکنیم، لزوما نگفت نباید ماشین سوار شیم. این به این معنی است که ما میتونیم استفادهمون رو از ماشین درست‌تر بکنیم، یک چیزای دیگری رو جلوش رو بگیریم، مدل مصرفمون رو در این زمینه، یعنی کم کردن گازهای گلخانه‌ای که به معنی استفاده نکردن از ماشین نیست. به اون طرف این جمله رو نسبت داد که تو گفتی از ماشین استفاده نکنیم، مگه میشه آقا من فردا میخوام برم سر کار، چجوری ماشین نرم سر کار؟ تمام. و یعنی موضع طرف رو به یک گونه دیگری تغییرش داد، تعریفش کرد، بهش حمله کرد و طرف رو شکست. یا مثلا کسی میاد میگه که آقا تکامل درسته، داروین حرفش این بوده که آقا اصل انواع رو اومده گفته که یک نوعی از نوع دیگر از نوع دیگر از نوع دیگر همینطوری از رو همدیگه ما نسل بعد از نسل تغییر کردیم تا به اینجا رسیدیم و اینا. اون طرف میگه خب دیگه پس تو میگی من از میمونم دیگه، اگه اینجوریه که من از میمونم یا ما از میمونیم پس چرا میمون هنوز هست؟ خب در حالی که اون نگفت ما از میمونیم، اون داره میگه آقا اصل انواع، واقعیت چه میگه ما از میمون نیستیم، ما از میمونهای اولی هستیم، پرایمیت ها هستیم و اونا دیگه وجود ندارن. در حالی که موضع طرف رو تغییر داد، گفت تو گفتی ما از میمونیم، مثلا بیا توضیح بده چرا میمون وجود داره. اگه طرف قبول بکنه که گفته ما از میمونیم، تموم شد، بحث باخته، شکست خورده. مثلا خانم داره به همسرش میگه ببین خواهرتو من باش داشتم حرف میزدم، من هر چی دارم بهش میگم که ببین مثلا موضوع من و احمد به خودمون مربوطه، ما خیلی خوبیم، خوشحالیم با هم، خواهرت همش به من میپرید. اون میگه چی؟ پس داری میگه مثلا خواهر من احمقه، یا مثلا خواهر من مثلا کینه توزه؟ فکر کردی کی گفته همچین چیزی رو؟ که فکر کردی خودت کی هستی؟ خب این که نگفته بود خواهر تو احمقه، داشت میگفتش که من با خواهر تو همچین آرگومنتی داشتم. یعنی حرف طرف رو تغییر دادن و تبدیلش کردن که تو گفتی خواهر من احمقه، حالا پس خودت احمقی، یا اصلا غلط کردی که همچین حرفی زدی. یک مدل واضحش که هممون احتمالاً تجربهش کردیم. یا مثلا طرف داره میگه که ببین اینقدر به این بچه‌ها گیر نده. مثلا خانم داره به همسرش میگه آقا چرا انقدر به این بچه‌ها گیر میدی؟ بس زندگیشو بکنن، بچه باید بچگیشو بکنه، گاهی باید بازی بکنه، تو برای خودت بچه نبودی. میگه پس چی؟ یعنی ما میگی بچه‌ها رو ول کنیم تنبل و بی‌عرضه بشن، آقا مثل داداش خودت؟ آره همینجوری خوبه. آ خب این میگه که آقا من که نگفتم بچه‌ها باید تنبل و بی‌عرضه بشن. من دارم میگم بازی هم خوبه. این به معنی نیست که این دوتا، یعنی حرف طرف رو تغییر داد، تبدیلش کرد، میگه تو گفتی بچه ها خوبه تنبل بیارزه بشن، پس تو چقدر احمقی، داداش خودت هم تنبل بیارزه است. یا بالعکس مثلا پدر میاد میگه که بابا یه قانونی توی خونه باید باشه، یه ساعتهایی بچه ها بخوابن، یه ساعتهایی بلند بشن. اون چرا اینجوریه؟ ما مثلا این بچه ها درسته نیاز به بازی دارن، ولی نیاز به قانون هم هست. بعد مادر میگه بابا تو هم قانون میزنی تو سر ما، تو شدی مگه اینجا آجان؟ کی گفته اصلا قانونی که تو گفتی اینجا تنگ؟ اصلا قانونا رو کی نوشته؟ مگه ما اینجا قانون نوشته شده داریم تو اینجا اصلا کش؟ آقا این اینطوری نبود، این اصلا حرف از این که این آجانه یا قانون نوشته شده هست نیست. داش میگفت که همچین چیزی خوبه. اون حرف طرفو تغییر داد به اینکه تو شدی پلیس، تو شدی آجان و داره بهش حمله میکنه، در حالی که فکر میکنم همه با هم موافقی مقداری از قانون حیاتیه، توی هر خانواده باید باشه. مغالطه بعدی اینم با مزه است، معمولا مغالطه اختلاسگر هاست. مغالطه بهش میگی مغالطه کچل یا بولد من فلسی، مرد کچل، بذار اسمشم با مزه است. این یعنی این که مثلا اصغر آقا زلف پرپشتی داره، موهاش زیاده، حالا ما یه دونه موهای کله این بکنیم که چیزی نمیشه؟ کچل میشه؟ نه نمیشه.
دو تا مو بکنیم کچل میشه؟ نه نمیشه. 10 تا بکنیم هم کچل، 10 تا بکنیم کچل نمیشه. آخر سر به یه جایی میرسه که انگار که ما همه یه جوری میشه که ما هر چی مو کله این بکنیم کچل نمیشه. ایراد داستان اینه که چرا شما اگر یک مو از کله از خرقا بکنید به اندازه یک مو کچل میشه، شما اگر دو مو بنزید دو مو کچل میشه. یعنی این رو در نظر نگرفتن. مثالش مثلا طرف میگه آه شما این همه ریخت و پاش میشه، حالا ایشون اینجا این همه خدمت کرده به دولت، ایشون این همه کار کرده، حالا یه خونه هم برای خودش خریده، کجا من میکرد برمیخوره، یا حالا این همه ریخت و پاش شده، حالا فلانی مثلا یه اختلاسی هم کرده، یا آقا درسته که کم نسبت به بودجه من بکرد، اما به اندازه همون یک ذره اختلاس بقیه ملت فقیر شدن. این هم هست. من میگم معمولا مغالطه دزدانه، معمولا مغالطه کسایی که میخوان سر بقیه شیره بمانن. مثلا طرف رفته سر یخچال ناخونک زده، مثلا غذای مهمون بوده، ایشون مثلا رول مرغ رو گرفته کنده خورده، بعد میگن آقا چرا این کار کردی؟ مگه قرار نبود صبر بکنی؟ میگه که بابا حالا این مرغ به این گندگی ما تیکه ازش کندیم، تو چقدر بخیلی عزیز جان. بخیلی چیه؟ این غذا شما به اندازه خود یه تیکه رون بیشتر از بقیه خوردی، قرار بود بیاد سر سفره همه با هم تقسیم کنیم، الان تو به اندازه یک رون بیشتر از همه خوردی، کچلش کردی به اندازه همون یک تیکه رون. ما یا البته من اینجا توی مثال نوشتم خوردن به شیوه ایرانی. یا مثلا این که برعکسش هم هست، مثلا رفته تو مهمونی رژیم هم هست و بهش هم دکتر گفته که بند خونت هم بالاست و اینا، بهش میگه یه تیکه کیک که این نداره بخور دیگه، آقا حالا امشبه، یه امشب رو بخور. این دقیقا همون مقالطه کچل، آقا من به اندازه همین امشب، به اندازه یه شب به قلبم بیشتر صدمه میزنم، به اندازه همین یه تیکه کیک دارم وزن اضافه میکنم، مهم نیست، درسته که یک باره، یا حالا یه ماکارونی امشب بخور دیگه. این دقیقا همون مقالطه کچل. یا بالعکس مثلا قمار، طرف میگه آقا رفته تو کازینو، میگه حالا یه 20 پوند بازی کن دیگه، چیزی نمیشه، اگر من میدونم که قرار ببازم من از 20 پوند دارم میبازم، چه فرقی میکنه حالا چه 20 پوند چه 100 پوند، من از 20 پوند فقیرتر میشم. یا برعکس طرف میبینی 300 پوندشو باخته، یه 10 پوندی براش مونده تای جیبش، همین همه رو باخته، طرف دوستش میگه حالا این که همه رو که باختی دیگه چیزی چی میخواد دست بده، این 10 پوندی رو بنداز دیگه. بعد اون طرف اون بیچاره اون 10 پوندی که باش میخواست بره حداقل ماشین بگیره برگرده خونش بخوابه گریه بکنه، اون 10 پوند هم میبازه، مجبور پیاده برگرده خونه. یا حالا یا در مورد تفریح مثلا میگه آقا حالا این همه وقت تلف کرد، یه امشب با ما خوش باش، میگم من فردا امتحان دارم. ها بگذاریم، فکر کنم اینم واضحه، این مقالطه زیاد هم استفادهش میکنه. بعدیش مقالطه ابهام یا ambiguity fallacy. این با مزه است، ما خیلی وقتا از زبان به یه گونه استفاده میکنیم که کاملا گنگه و تفسیر پذیره. یک کلماتی میذاریم اونجا که دو پهلوه، یعنی هر معنایی میتونه بده و شما از اون دو پهلو بودنش نتیجه که دلتون میخواد میگیرید. مثلا طرف میگه ما رابطه هم خیلی خوبه، ما رابطه خیلی خوبی داریم، برای همین من همه چیز رو، من خودم همه چیز رو در رابطه میدارم، رابطه من خیلی خوبه. حالا ببینید از این خیلی خوب منظورش چیه؟ منظورش اینه که مثلا ما طلاق نگرفتیم دیگه، دعوا که داریم تو سر هم دیگه که میزنیم و هم دیگه فوش میدیم، بچه همون هم که خونه فراری هم، ولی چون طلاق نگرفتیم اون رابطه ما خوبه. خب این خوب بودن معنا داره، ممکنه یه جای دیگری خوب بودن به این معنا باشه که ما عاشق همین، دعوا نداریم، بچه همون هم خیلی خوشبختن. یعنی این خوبیه خیلی ویگه، معلوم نیست چقدر. یا برعکسش توی علم مثلا طرف در یکی از برنامه‌هایی که من دوست داشتم، آقای ملایری که فیزیکدان بودن فقط همین داستان رو به همین مقالطه رو مرتکب شدن، گفتن که در بحث باب فیزیک بود و آغاز هستی، ایشون میگفت ما درک خوبی نسبت به این جهان داریم و عالم و کیهان داریم، یعنی علم درک خوبی به ما داده، برای همین دقیقا میدونیم چه اتفاقی افتاده، حیات چطور شکل گرفته. خب کاملا غلطه، ما درک خوب، چقدر خوب، درسته درک خوبی داریم نسبت به 100 سال پیش، درک بهتری داریم، ولی هنوز نسبت به 1000 سال آینده درکمون خیلی خیلی کمه و بده. نسبت چقدر درک خوب، این خیلی مهمه. یا مثال رو طبقا من از توی این کتاب در آوردم، بامزه بود، این کتاب جالبی هم هست برای دوستا، فکر کنم آقای مخملباف اینو معرفی کردن، کتاب شما هم هست، بله، روان درمان، روان رفتار درمانی شناختی در حقیقت CBT. مثال جالبی مثلا یک گفتگویی بود بین درمانگر و بیمار که بیمار میگه من فقط میخوام معمولی باشم مثل همه مردم. خب معمولی بودن یعنی چی؟ یعنی چی معمولی باشم؟ یعنی که مثلا
غذا بخوری بخوابی بیدار شی، این یه مدلی از معمولی بودن. معمولی بودن یعنی چی؟ روان درمانگر ازش میپرسه منظور از معمولی بودن از نظر افراد متفاوت است. اگه معمولی باشی با وضع فعلی که هستی چقدر فرق میکنه؟ یعنی الان معمولی میگه اون هم مدلی که قبلا بودم. خب بازم معلوم نیست مدلی که قبلا بودی چه جوری بوده. آیا منظورت اینه که مثلا افسرده نباشی؟ آیا منظورت اینه که فعالیت جسمیت بیشتر باشه؟ آیا منظورت اینه که مهمونی بیشتر بری؟ یعنی این گنگه. وقتی خودمون هم بعضی وقتا با گنگ بودن گزارها خودمون رو گول میزنیم، میگیم آخ ای کاش مثل قدیم بود، در حالی که خودمون هم نمیدونیم از اون قدیم چیش برامون جذابه. خیلی وقتا برگردیم فهمون دوران قدیم اصلا دوست نداریم و چون حالمون موقع هم خراب بوده، ولی قسمت های خوبش رو یادمون میاد، میگیم ای کاش مثلا مثل قدیم بود، یا من میخوام مثل بقیه باشم، در حالی که نمیدونیم دقیقاً مثل بقیه بودن یعنی چی اصلا. مثال دیگهش مثلا این مثالش خیلی بامزه است، مثلا طرف میگه پولی ندارم، من اصلا پول زیادی ندارم، ما نسبتا که اصلا ما جز فقرایی. بعد میگه آقا منظورت از پول زیاد چقدره؟ مثلا این طرف 100 میلیون تو حساب بانکیش هم هست، ولی داره خودشو مقایسه میکنه مثلا با شهرام جزائری، بعد نسبت به اون شما پول زیادی نداره. این من پول زیادی ندارم معنا داره چقدر این زیاد، باز از اون کلمات گنگه. من چند تا مثال قرآنی هم آوردم، حالا شاید جالب باشه. مثلا یکی از مشکلاتی که این استدلال داره اینه که دوستانی که میخوان استدلال کنن بگن که یک سری معجزات در قرآن اتفاق افتاده، یا حالا کتاب مقدس در بایبل هم همینطوره، در قرآن بیشتر، معمولا از همین فلسی یا همین مغالطه ابهام استفاده میکنن. یعنی یک کلمه ای رو برمیدارن که دو پهلوه، در تاریخ هم معناش تغییر کرده، معلوم هم نیست دقیقا چیه، و اونطوری که دلشون میخواد مصادره به مطلوب میکنن. مثلا در سوره لقمان آیه 29، حالا من فارسیش نمیشه، میگه آیا ندیدی خدا شب را در روز و روز را در شب میکنه؟ خب خیلی از دوستانی که میخوان بگن در قرآن آمده که زمین گرده، میگن خب این معنی گرد بودن زمین دیگه، چون خدا روز رو در شب میکنه، شب رو در روز میکنه، یعنی زمین گرده داره خدا رو خودش میگرده، این سایه داره آروم آروم تبدیل به مثلا نور میشه یا به عکس. خب اون که آقا این از گنج بودن یک چیزی در اون جهان که این معنا رو نمیداده، اون کسانی که این رو میخوندن منظورشون این نبود، منظورشون بوده که آقا گرگومیشی هم وجود داره، صبح که بلند میشیم هوا گرگومیشه، بعد کم 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 روز میشه. این چیز حرف عجیبی نبوده، این به معنای نیست که زمین گرده، این چه استدلالی بود، ولی از گنج بودن آیه همچین چیزی رو میگه. کلمات مثل دور، نزدیک، زیاد، کم، خوب، وقتی تو استدلال به کار میرن از این گنگیشون استفاده میشه. کسایی که مثلا پیشگویی نوستراداموس رو میخونن، میگن آقا برو بخون، انقدر گنگه و انقدر عجیب غریب و پرت و پلاست که شما هر چیز از توش میتونید در بیارید. این که مهم نیست. اشعار حافظ مثلا، درسته که اشعار حافظ بسیار زیباست، ولی بسیار دو پهلوه. مثلا وقتی میگه چه میدونم همین باغم به سر بردن، جهان یک سر نمیارزد، به می بفروش دلق ما که از این خوشتر نمیارزد، به کوی می فروشانش به جام بر نمیگیرن، زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمیارزن. میگه آقا این سجاده تقوا، ما میگیم آقا این یکی میاد میگه آقا این داره میگه این تقوا به درد ما نخورد، همون بریم مستی بکنیم بهتره ها، شراب بخوریم بهتره. میگه نه، این منظورش اون ایمان ناقصه، منظورش ایمانی است که پشتش نیست، ایمانی است که پشتش یقین درست نیست، داره میگه ما اینو بریزیم دور، ایمانمون رو درست کنیم. کاملا دو پهلو، عینکی بر چشممون باشه که واقعا قضایا رو به گونه‌ای ببینید که اگه گنده گنگ بودنش رو ببینید به راحتی نتیجه نگیرید. اگر قضیه گنده و هر جوری میشه ازش نتیجه گیری کرد، همونجا نگه دارید، استاپ کنید، بگید آقا صبر کن، نتیجه گیری که کردی اول به من بگو مشخصا درسته، بعد برید جلو. یه کتابی هست به نام، اینو به انگلیسیه، این کتاب اگر ببینید، بله بله، Thinking from A to Z، این بسیار بسیار خوبه، هر صفحش یه مقاله تر توضیح داده، مال این ناجل ووبرتن، بسیار فیلسوف خوبیه، خیلی هم ساده و خوب نوشته، دوستانی که انگلیسی میخونن این خیلی خوبه. یکی دیگه هست، یه کتابی برای کسایی که دوستانی که مینویسن، این برای بسیار خوبه برای کسایی که دارن تز مینویسن، Critical Thinking رو من اندیشه نقادانه رو تو نوشتتون قدم به قدم درس میده، بسیار کتاب خوبیه. اسمش هست Critical Reading and Writing for Postgraduates، مایک والاس و الیسون ری. این خیلی کتابه به درد نوشتن میخوره. از همه بهترش برای خوندن و مطالعه همینطوری اینه، اسمش از کریتیکال ثینکینگ. این واقعا بسیار روان و خوبه، نه لزوما برای کسی که داره مینویسه، برای هر کسی که میخواد کریتیکال ثینکینگ رو یاد بگیره.
نویسندش هم هست، الک فشر، خیلی خوبه. و کسانی که دوست دارن لاجیک یاد بگیرن، چون بحثایی که ما در مورد استدلال کردیم لاجیکه، این توی تکست‌بوک‌های دانشگاهی از همه بهتره. حالا اگر کسی دوست داره، این به شما فرمول لاجیک و منطق درجه اول و پروپوزیشنال لاجیک همه اینا رو خوب درس میده، ولی خب این مقدار دیگه منطقه دیگه فرق میکنه. و به که دوستانی هم که فارسی میخونن، این کتاب کلیات فلسفه، بذاریم من انگلیسیش هم پیدا کنم، تو این کتاب یک چپتری داره که کلن منطق درس داده و انواع استدلال ها و انواع مغالطات رو به فارسی اینجا چیز کرده، ترجمه دکتر جلالدین مشتبقی برای دوستانی که در ایران هستن. چند تا ابزار دیگه در باب اندیشه نقادانه من بگم، بعد دوباره چند تا مقاله معرفی کنیم تو این بخش آخر. یکی از این ابزارها که خیلی به درد میخوره فالسیفایبلیتی یا ابطال پذیری. درسته که ما تو زندگی روزمره آنچنان استفاده ازش نمیکنیم، اما در باب یک مسئله که مسئله تئوری توطئه است که الان میخوام توضیح بدم مهمه. ابطال پذیری به این معناست که ما وقتی یک گزاره‌ای در مورد این جهان میدیم، این گزاره یا بر اساس تجربیات ماست یا بر اساس نتیجه گیری های منطقی ما از بعضی تجربیات اولیه است، یا اینکه اصولا فقط بر پایه منطق. یعنی مثلا من تجربه داشتم که در هوای سرد ممکنه سرما بخورم، بعد الان میبینم امشب هوا سرده، نتیجه میگیرم که اگر بیرون برم احتمال سرماخوردگی هست و میگم آقا من امشب بیرون نمیرم چون اگر بیرون برم سرما بخورم. درسته که این رو مشخصا تجربه نکردم، ولی بر اساس تجربیات قبلیم استدلال کردم. یا اینکه مشخصا میگم هر مثلا مثلث 3 ضلع دارد، چون در تعریف مثلث اصلا بر طبق استدلال درسته. یا اینکه رسما من یک تجربه از این جهان میکنم و بعد یک نتیجه میگیرم مشخصا از تجربه. ابطال پذیری به این معنی است که در فلسفه علم خیلی استفاده ازش میشه، یعنی اینکه یه گزاره اگر برعکسش رو نشه ثابت کرد، این گزاره علمی نیست. لزوما همه گزارها قرار نیست علمی باشن. یعنی شما در شعر، در شاعری، در ادبیات، در خیلی وقتا که به طور روزمره دارین حرف میزنین، احوالاتتون میگین، لزوما گزاره ها قرار نیست ابطال پذیر و علمی باشن همه چیز. اما وقتی ما داریم استدلال میکنیم و بر اساس یک سری پیش‌فرض‌ها نتیجه گیری نسبت به این جهان می‌کنیم، مجبوریم از گزاره‌هایی یا از پیش‌فرض‌هایی استفاده کنیم که این پیش‌فرض‌ها یکی از خواصشون باید ابطال‌پذیری باشه. یعنی گزاره‌ای نباشه که قابل باطل شدن نباشه. این یعنی چی؟ یعنی خیلی مهمه. وقتی من میگم زمین به دور خورشید می‌گردد، یه گزاره ابطال‌پذیره. یعنی چی؟ یعنی راهی هست برای اینکه اثبات بشه که زمین به دور خورشید نمی‌گرده. یعنی اگه واقعاً زمین به دور خورشید نگرده و من اشتباهی دارم اینو میگم، راهی وجود داره، آدم ها میتونن برن مشاهده بکنن، از طریق علم میشه ثابت کرد که من اشتباه کردم. یا اگر که همونطور که در قدیم وقتی میگفتن برعکسش رو میگفتن، میگفتن خورشید به دور زمین میگرده، این هنوز ابطال پذیر بود. چرا؟ چون ابطال شد، اصلا باطل شد توسط نیوتن. اصلا علم بر پایه ابطال پذیر میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میگم آب در دمای 100 درجه میجوشد، یک ادعا میکنم، بعد ابطالش میکنم، برعکسش میگم، میگم نه خیر، فرض رو برای میذاریم که آب در دمای 100 درجه نمیجوشه، و بعد شروع میکنیم نجوشیدن آب در دمای 100 درجه رو ثابت کنیم. یعنی هی آبو میجوشونیم و سعی میکنیم یک جا ببینیم که آب تو 100 درجه نمیجوشه، یا ببریم جاهای مختلف در شرایط مختلف امتحان کنیم ببینیم که آب یه جایی هم هست که تو 100 درجه نمیجوشه. بعد که میبینیم نمیشه، یعنی میبینیم ابطال نمیشه، اون وقت اصل قضیه رو میپذیریم. اما ابطال پذیر هست، یعنی این ابطال پذیری در جزء این گزاره است. اما وقتی مثلا من میگم که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد چون خدا خواست، این گزاره ابطال پذیر نیست. یعنی به هیچ ترتیبی کسی نمیتونه بیاد بگه نه خیر، آقای ترامپ به خاطر اینکه خدا خواست رئیس جمهور نشد، به خاطر اینکه مردم رأی دادن شد. آخرش من میتونم ادعا کنم که رأی مردم هم خواست خدا بود، اون اتفاقاتی که تا انتخابات هم افتاد خواست خدا بود. یعنی من دارم این گزاره ابطال ناپذیر میدم. هر کاری شما بکنی نمیتونی باطلش بکنی. وقتی من میگم شما مریض میشین برای اینکه روح شما از خداوند فاصله میگیره، این بازی گزاره ابطال ناپذیره. ممکنه بعضیا دوست داشته باشن این مدلی نگاه بکنن به مریضی، ممکنه دوست داشته باشن به انرژی درمانی نگاه بکنن، مهم نیست، ولی مهم اینه که ابطال ناپذیره. یعنی روشی نیست برای اینکه من ثابت بکنم که به خاطر روح نبوده. همین ابطال ناپذیر بودن گزاره رو غیر علمی میکنه. حتی
این بحث پاپره که میگه آقا حتی روانکاوی رو میگفت سود ساینس برای اینکه ابطال ناپذیره و درست هم میگفت. وقتی شما میگی ساب کانشس وجود داره، هیچ روشی برای اینکه من ثابت بکنم ساب کانشس آن کانشس ببخشید وجود نداره ندارم، روشی برای برعکس ثابت کردنش نیست. درسته که جواب میده لزوما هر چیزی که سود ساینس یا ابطال ناپذیره به این معنی نیست که غلطه ها، چون ما میدونیم روانکاوی کار میکنه، بالاخره استفاده ما ازش میکنیم، تمام روانشناسی مدرن بر پایه نظرات فروید بنا شده، اما به هر حال ابطال ناپذیره. به هر حال علم البته جدیداً نظر داره عوض میشه. یا همین اتفاق در مورد تئوری های مارکس بود که میگفتن مارکسیزم سودو ساینس ابطال ناپذیره، چون یه سری ادعا کرده ما نمیتونیم به هیچ عنوان ردش بکنیم. حالا نکته اینجاست که ما بعضی وقتا باورمند میشیم یه سری گزاره های ابطال ناپذیره و ما به عنوان حقیقت میگیریمش. من اینجا مشخصا منظورم تئوری توته است. تئوری توته معمولا دو حالت داره، یا به خاطر اختلال شخصیت میاد بیرون که فکر کنم آقای مخبلوف توضیحش دادن اختلال شخصیت پارانویا که یکی از فرم‌های اختلال شخصیت، ما ارتباطمون با حقیقت کم میشه، قطع میشه و به گونه‌ای که دلمون میخواد شروع میکنیم حقیقت رو دیدن و توجیه کردن و بررسی کردن و نمایش دادن به اون مدلی که دلمون میخواد شواهد رو بررسی میکنیم، نه اون مدلی که واقعا عقلانی و خردمندانه است. این یعنی آدم پارانویا دیگه میدونید مثلا یکی از خصوصیاتش اینه که در محیط کارش با آدم‌ها به مشکل میخوره، فکر میکنه ازش دزدی میکنه، فکر میکنه بهش خیانت میکنه، فکر میکنه سرشو کلا میذاره، تو محیط خانواده فکر میکنه شریک جنسیش بهش خیانت میکنه یا دوستش نداره یا فکر میکنه دیگران همش میخوان اذیتش بکنن و شکاکه یک آدمه که میدونیم دیگه چی میخواد، خصوصیتش چگونه است. یک همچین آدمی در ته ذهنش به گونه ای از تئوری توته باوره. خب ما وقتی میگیم که مثلا انقلاب ایران اتفاق افتاد برای اینکه هویزر اومد ایران، یعنی ما یکی از اتفاقاتی رو که اتفاق افتاده در طول انقلاب برمی‌داریم، آقا درسته هویزر اومد ایران ولی مردم ناراضی بودن، شاه ساواک داشت، آزادی نبود، یک کسی مثل شریعتی سالها حرف زده بود، یک کسی مثل جلال آل‌احمد از قرضدگی حرف زده بود، فردید داشتیم، آقای خمینی بود، نمیدونم انقلاب سفید هست، یعنی یه عالمه فاکتوره که ما اینا رو در نظر نمیگیریم. همین که هویزر میاد ایران تبدیل میکنیم همه چی رو، سادهش میکنیم، کوچیکش میکنیم، میگیم آمریکا خواست ایران عوض بشه، هویزر رو فرستاد ایران، آقا مگه نهیدی هویزر اومد دو یما بعدش انقلاب شد. خیلی خوب، این مدل چه مدلیست؟ تئوری توته بر اساس یک حرف ابطال ناپذیر بنا میشه، یعنی یک باوری که نمیشه باطلش کرد رو طرف میگه و بر اساس همون هم تئوریشو میسازه و این مخالفه خیلی بزرگه، خیلی از ماها خیلی وقت درگیرشیم. مشکل دیگه این تئوری توته اینه که شواهد چه داشته باشه چه نداشته باشه هر دوش به نفع تئوری توته است. یعنی چی؟ یعنی طرف میگه که آقا یه عده‌ای هستن برای جهان حکومت میکنن، اینو حتما همه شنیدن، من حتی با این دوستان صحبت کردم شواهدشون رو دیدم، یه هرمی دارن و داستان دارن. میگه خب این از کجاست؟ شما از کجا؟ میگه آقا اینا معلومه دیگه، اینا شما یه کمیته 300، میگه کمیته 300 چیه؟ میگه 300 نفرن اینها و کمپانی های بزرگ حکومت میکنن، کمپانی های بزرگ و کمپانی های کوچک، بعد بالای این کمیته 300 یک خانواده 13 نفرن، بالای همه اینها هم کوین انگلیسه و فراماسونری با زیر داستان داره. میگه خب اینا از کجا آوردی؟ یک شواهد بسیار پراکنده و بسیار گنگ که مغالطه ابهام هم توش هست. بعد میگی که آقا این هیچ شواهدی وجود نداره مثلا برای اینکه کوین انگلستان رأس این هرم، اصلا همچین شواهدی وجود نداره. خب دیگه بفرما شواهد باقی نمیذارن اینا، که اگه شواهدی بود که دیگه معلوم بود، واضح بود. یعنی نبود شاهد هم به تئوری توته کمک میکنه، چه شما شاهد بیاری که میگه بفرما اینا هم شواهدش تئوری من درسته، چه شواهدی نباشه میگه خب شواهدی نیست، مگه شواهدی اینا میخواستن باقی بذارن که اینا توته گران نبودن. مشکل این تئوری در همینجاست. مثلا این دوستانی که به موجودات فرازمینی یو اف او ها و ایلین ها باور دارن، از اینها میپرسی که خب آقا این شواهد درسته، من میدونم یه سری اینکاها، یه سری نقاشی‌ها، سنگ نوشته‌ها دارن، یه چیزایی کشیدن که میتونه تعبیر بشه به اینکه موجودات فرازمینی بودن، اهرام مصر یک اتفاقات دقیقی توش افتاده که ما نمیتونیم الان توضیح بدیم چرا اینها از کجا این علم رو آوردن، از کجا این تکنولوژی رو آوردن، و نمیدونم در مایاها، در چه میدونم بابلی ها، همه یک چیزی در فرهنگ، در تمدن های گذشته است که ما هنوز خوب نمیتونیم توضیحش بدیم. اما آیا بهترین پاسخ پریدن یا jump to conclusion کردن به تئوری توته است که بگیم ایلین ها بودن اومدن؟ این خب
احتمالاً نمیدونم، شاید ادعی هم از دوستان باور داشته باشن به موجودات فرازمینی، ولی نکته اینجاست که شما تو هر دیپارتمان فیزیک و هر فیزیکدانی که خود بنده کار کردم اونجا و میدونم چه جوریه، حرف از ایلین ها بزنی بعید نیست شما رو بیرون کنن از دیپارتمان، چون معتقدن که شما اصلا ذهنیت نقادانه نداری، یعنی شما به درد فیزیک نمیخوری، بهتره بریم مثلا دنبال خرافه تا این حد موضع گیری میکنن. اما خب برای خیلی از دوستانی که بیرونن خیلی هم جذابه، تئوری توتلی جذابه، ما دوست داریم این جهان رو اسرارآمیز ببینیم. خیلی مهمه به نظرم این جامعه شناس بزرگ اوایل قرن، آقای وبر یک تئوری داره به نام رمززدایی جهان. میگه جهان در دوران مدرن رمززدایی شد، رازگشایی شد در حقیقت. میگه انسان گذشته در یک جهان پر رمز و راز زندگی کرد و خیلی حرف درستیه. ما جهان رو از دریچه قضا و قدر، از دریچه قسمت، از دریچه یک نیرویی که این جهان رو هدایت میکنه میدیدی. همه چیز اسرارآمیز بود، پشت قله ها میتونست قولها زندگی کنن، ما نمیدونستیم. در بالای کوه اولمپوس زئوس زندگی کرد و بقیه خدایان، پشت اون دماوند دیوی بوده مثلا، نمیدونم. این جهان یک جهان پر رمز و راز، پر اسراریه که ما مثل یک سرنشینان یک قایقی نشستیم، اقیانوسی توش هستیم که این اقیانوس نه عمقشو میدونیم، نه اطرافشو میدونیم، نه حد و حدودشو میدونیم. این به یک مسیری داره میره، یک نیرویی که همون احتمالاً خداست داره میبره، با سرنوشت ما رو تعیین کرده داره ما رو میبره. ما یه تکونایی میخوریم تو این قایق، یه کارایی میکنیم، ولی نه سرنوشت قایق دست ماست، نه سکان قایق دست ماست، نه میدونیم کجا قراره بره، هیچی. یک همچین نگاهی بود به جای نگاه رمزآلود انسان گذشته، خیلی نگاهش رمزآلود. و من میخوام بگم که انسان نگاه گذشته تئوری توطئه‌ایه. نگاه انسان گذشته به گونه ایست که پدیده‌ها رو به یک گونه خلاصه میکنه به تئوری توطئه، اونطوری میبینه. انسان جدید در دوره جدید بعد از ورود رنسانس و روشنگری و اینکه انسان هیومانیزم وارد شد، رشنالیتی وارد شد، فلسفه مدرن وارد شد و انسان دستش رو بر زانوی خودش گذاشت و بلند شد، دیگه جواب‌ها رو از خدا دنبالش نمیرفتیم، علم به ما جواب میده. اگر بارون میومد نمیگفتیم خدا بارون میفرسته، میگفتیم آب بخار میشه، قوانین فیزیکه. اگر یک چیزی میافتاد زمین نمیگفتیم هر کسی که دور مانده از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش، همه از زمین هستیم و به زمین برمیگردیم. میگفتیم نه، جاذبه است، جاذبه نیوتن توضیح داده، اجرام همدیگر رو جذب میکنه. در مورد حکومت ها همینطور، همه چیز رمز زدایی شد، جهان به گونه لخت و اوریان شد. حالا اینکه خوبه یا بده رو من کار ندارم، این در مقام قضاوت نیستم، اما جهان از طریق لنز علم، از طریق عینک علم به یه گونه جدیدی تعریف شد، توصیف شد، نگاهمون تعریف کرد. برای همین تئوری توطئه‌مون هم تغییر کرده، یعنی مدلی که انسان قدیم به جهان نگاه میکرد همش تئوری توطئه، یعنی کل نگاه دینی نگاه تئوری توطئه است. منتها الان که اون نگاه دیگه به اون حالت معنا نداره، ما در مورد مسائل ریز ریز به دنبال رمز و راز میگیم، چون همیشه رمز و راز روی زندگی رو جالب‌تر میکنه. ما دوست داریم یه جوری رمزآلود باشه جهان. هنوز کسانی که غرب زندگی میکنن حتما این حس مثل من داشتن که یک دنیا زدگی وجود داره اینجا، یک مدلی از مصرف زدگی، تکنولوژی به گونه‌ای هجوم آورده تو زندگی که معنا رو از زندگی بیرون برده. کار روانشناسی نسل سوم معنا درمانی هم همینه که این معنا رو به گونه‌ای برگردونه. اما این معنایی که بیرون رفته، خیلی‌ها فکر میکنن اگر برن به سمت شرق، برن در تبت، برن در ایران، برن در هند، اونجاها و نگاه رمزآلود رو به جهان دوباره برگردونن، دوباره شروع کنن از اون دریچه پیشامدرن، از اون دریچه سنتی به جهان نگاه کنن، جهانشون زیبا میشه. یعنی به هر حال تئوری توطئه یک تئوری جاده و جذاب برای ما. فقط گفتم ابطال پذیر نیست، شواهد چه داشته یا نداشته باشه به درد نمیخوره، به هر حال تئوری توطئه سر جاشه و امکان وجود این عوامل پنهانی هیچ وقت بررسی نمیشه که آقا یه عالم عامل پنهانی باید باشه که آیا میشه واقعا کوین انگلستان همه جهان رو کنترل کنه بدون اینکه ما بدونیم؟ آخه امکان پذیرم هست؟ این امکان بررسی نمیشه، فقط بر حقیقتش پافشاری میشه. آقا اگر عقل داشته باشی میفهمی من چی میگم. بگذاریم، فکر کنم کافی باشه در بابت تئوری توته. یک بحث دیگه اپیستمولوژیکال که به درد میخوره توی باورها، باور صادق موجهه که توی اپیستمولوژی بهش میگیم justified true belief. باورهای ما خیلی هاش justified هستن، این موجه هستن، ولی لزوما درست نیستن. این خیلی مهمه. خیلی وقتا هم که باورهامون غلط هستن، ما باور غلط زیاد داریم. یعنی اگر شما از یه آدمی بپرسین آقا همه باورها درسته، حتما میگه نه من یه سری باور غلط هم دارم، اما نمیدونه کدوم. من ممکنه مثلا یه سری باور ما داشته باشیم در مورد کرونا که درست نباشه، خودمون هم نمیدونیم. مثلا ممکنه من فکر کنم آقا هرد ایمیونیتی درسته چون یه جا توی مجله خوندم، یعنی ایمن شدن دسته جمعی به
کرونا. واقعا من در این زمینه متخصص نیستم، ممکنه باورم درست باشه ممکنه غلط باشه، ولی خودم هم نمیدونم. یا بی نهایت باور دیگه در مورد یه سری چیزا دارم که هنوز درست و غلطش رو نمیدونم، اما میدونم بعضی باورام غلطه. نکته اینجاست که نمیدونم کدوماش غلطه. مشکل اینجاست که ما میدونیم مثلا باور غلط داریم ولی نمیدونیم کدوماش غلطه. این خیلی مهمه. حالا justify true belief یعنی چی؟ یعنی باور موجه درست. مثلا وقتی من میگم خورشید از مشرق طلوع میکند، این یک باور justified true belief، هم justified هم موجهه. چرا؟ برای اینکه یه عالمه بار تجربهش کردیم. دوم اینکه علم هم و شواهد دیگه هم و بخشای مختلف فیزیک و قول دیگران همه چیز با هم این قضیه رو ساپورت میکنه، پس درستم هست. یعنی بجز اینکه درسته موجه هم هست. حالا ممکنه شما بگید ما مگه میشه باوری مثلا موجه باشه ولی درست نباشه؟ بله میشه. انسانی که در دوره مثلا قبل از گالیله زندگی میکرد، اگر ما هم موقع زندگی میکردیم ما میدیدیم که خورشید به دور زمین داره میگرده. یعنی کاملا شواهد به ما نشون میداد که خورشید داره دور میزنه، ماه داره دور میزنه، این اجرام آسمانی دارن دور میزنن، هیئت بطلمیوسی که زمین رو مرکز میگرفت و بقیه اجرام رو دور زمین لایه لایه لایه, لایه میکشید موجه بود. یعنی با اون مشاهداتی که ما از جهان داشتیم اتفاقا باور موجهی بود ولی درست نبود. پس justified true belief نبود، فقط justified belief بود. خیلی وقتا ما در مسائل روزمرهمون باورهامون justifiedن. مثلا شما چندین بار میبینیم که همسرتون دیر میاد به خونه، با شما بدرفتاری میکنه، یا مثلا میاد طرف به درمانگرش میگه من همسرم که من دوست نداره، همسرم داره من خیانت میکنه. بعد میگه چرا، از کجا میدید؟ میگه دیر میاد شب خونه، همش اصلا با منم که کاری نداره. وقتی میاد دو هفته است ما اصلا با هم سکس نداشتیم و وقتم که نداره. خب با این شواهد ممکنه موجه باشه، یعنی خیلی هم غیر موجه نیست من باور بکنم که یک آدمی در این شرایط میتونه خیانت بکنه. اما آیا درسته؟ ممکنه همون روانشناس با چند تا سوال میگه خیلی خب، آیا چیز دیگری هست که نشون بده به تو که نه حالا همسرت بهت خیانت میکنه، دوستت داره؟ میگه آره، مثلا دو هفته پیش برام یه ساعتی خرید که خیلی دوست داشتم، اتفاقا اونم برام خرید. بعد میگه خب آیا دلیل دیگری داری برای اینکه همسرت حالا ممکنه خیانت نکنه، چیز دیگری باشه؟ میگه خب آره، البته این روزا کارش هم خیلی زیاده، کمپانیش مثلا تو کرونا داره از بین میره، خیلی استرس داره، میدونم اینا رو هم میدونم. یعنی میبینیم که آقا با ارائه شواهد بیشتر دیگه اون بلیف جاستیفاید نیست. اگه شواهد رو اولی رو در نظر میگرفتیم کاملا جاستیفاید، موجه بود اون باور، ولی الان که شواهد بیشتری اضافه شد دیگه موجه نیست. و بعدم که میکاویم میبینیم نه تنها موجه نیست، حتی درست هم نیست. این خیلی مهمه که ما به باورهای موجه درست خیلی بیشتر فکر بکنیم. معمولا باورهای موجه درست در حالت مطلقشون از مشاهدات علمی میاد، یعنی از علم میاد بیرون. علم به شما باور موجه درست میده معمولا. البته بعضی وقتا هم علم فقط باور موجه میده، درست کامل نیست. مثلا هیئت نیوتنی درسته که هم موجه بود و در مدل خودش درست هم بود، ولی الان ما میدونیم هیئت انیشتینی به شما نشون میده که یک اشکالاتی داشت نیوتن. درسته که موجه بود ولی درست نبود، بهش بعد چیزای اضافه میشد. یعنی ما میدونیم که مدل انیشتینی که درسته. اینا به حال خواستم این رو هم بگم. و وقتی ما به عنوان پیشفرضمون یک باوری رو گذاشتیم که این باور فقط موجهه، این رو باید در نظر بگیریم که نتیجه‌مون هم فقط موجهه، لزوماً درست نیست. این خیلی مهمه. بعضی وقتا بعضی گزاره‌ها معقولن یا موجهن ولی لزوماً درست نیستن. باید مواظب باشیم سیستم استدلالمون بر پایه چه جور استدلالاتیه. یه مقاله جالب هست به نام توریه یا صرفه‌جویی در بیان حقیقت. در این مقاله ظاهر سخن درسته اما نتیجه غلطه. خیلی وقتا بازی با کلمات میشه، میگن آقا با کلمات بازی نکن، این همینه. مثلا طرف یه آقایی که مؤمن هم هست، نمازم میخونه، به حرام و حلال اعتقاد داره، نمیخواد دروغ بگه، حالا یه کسی زنگ زده ایشون حوصله نداره حرف بزنه، تو بالکن نشسته مثلا، یا چه میدونم توی اتاق نشسته، خانمش میگه ببین محمد عباس کارت داره، این از اتاق میره بیرون میره تو حیاط که دیگه تو خونه نیست دیگه، میگه بگو آقا من خونه نیستم، بگو خونه نیست. درسته ایشون خونه نیست، توی خونه نیست، حرف کاملا درستیه، بیرون از خونه است، ولی مغالطه است چون ایشون میتونست تلفن رو جواب بده. ولی با یک جمله درست ما در حقیقت مغالطه، با اینکه جمله درسته ولی مغالطه است. یا مثلا میگه آقا من امروز پولم ته کشیده، من فردا حقوقم میاد فلان، داری یه 100 پوند الان به من قرض بدی؟ طرف حالا 200 پوند تو جیبشه ها، بعد میگه که آه شرمنده، من کیف پولمو نمیبردم. راست هم میگه، کیف پولشو نمیبرد.
مثلا پول کش گیف پول نیورده، درسته گیف پول نیورده، ولی اصلا موضوعی نبود، موضوع گیف پول نبود، موضوع پول بود. این رفتش داد به گیف پول و با گفتن یک گزاره درست که گیف پول نیورده مغالطه کرد. یا مثلا خیلی وقتا کسانی که مذهبی هستن، درسته مشکلی هم نیست، میگه خدا میدونه، حتما کوهیر هست این باور که شما وقتی باور به خدا دارین میتونید بگید خدا میدونه، یک گزاره درسته. ولی در پاسخ هر مطلبی که طرف جوابی نداره یا اصلا مغالطه است یا دروغ، میگه خدا، الله اعلم. مثلا این الله اعلم تبدیل شده به مغالطه کبیر در تاریخ فلسفه اسلام. مثلا طرف میگه من خیلی راننده خوبی ام، آقا اصلا هیچ مشکلی ندارم، مثلا محکوم میشه به اینکه راننده بدی، میگه آقا من خیلی راننده خوبی ام، اصلا مشکل چرا من راننده بدی ام، من تو این دو سال فقط یه بار جریمه شدم، یه بار فقط جریمه شدم. بعد تحقیق میکنی میگی تو این دو سال تا پریروز اصلا درایو نمیکرده، ایشون ماشینش خوابیده بوده، اصلا راه نمی، فقط از دیروز تا حالا دو روز داره رانندگی میکنه، تو این دو روز یه جریمه هم شده یا دو تا هم جریمه شده. میگه من فقط دو بار جریمه شدم در دو سال. درسته در دو سال ایشون دو بار جریمه شده، ولی مغالطه است در حقیقت. یا داستان مولوی و فیلم خیلی بامزه است که هر کس یک چیز درستی رو داره میگه، ولی واقعیتش اینه که غلطه. این نیست که مثلا آن یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان است اینا، یا دستش میخوره به خرطوم، میگه ناودونیه فیلم ناودون. در درسته اون خرطوم مثل ناودونه، ولی خب نیست. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن برو چون باد بیزن شد پدید، گفت باد بزنه مثل گوشش مثل باد. اون یکی نمیدونم، آن یکی را کفچو بر پایش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود. دستش خورد به پای فیله، گفت این ستونه دیگه، ستون درسته، ستون برای اون آدم درسته ستونه، ولی واقعیش نیست، ستون نیست. بگذاریم. مغالطه بعدی اینم زیاد میبینیم، هممون دیدیم، خیلی وقتا خودمون مرتکب شدیم و مغالطه جالبی هم نیست واقعا، خیلی آزاردهنده است به نظر. مغالطه فضل فروشی. شما میبینین آدمایی رو که تو جمع نشستن، اولا که اصلا طوری میاد تو جمع از یک عباراتی استفاده میکنه، میبینید تا طرف تو خونش مثلا جملات یومیش هم بلد نیست بگه درستا، از این چهار تا فعل و فاعل نمیتونه کنار هم ردیف بکنه، اومده تو جمع آنچنان حرفای قلمبه سلمبه میزنه و عجیب غریبی که کسی ندونه فهم میکنه آقا با یک استاد کبیر نابغه حرف داره میزنه، هیچ چیزی هم نمیشه گفت. مثلا در جایی که اصلا جاش نیست، عبارات عجیب غریب، کلمات مشکل، مثلا میگه از قول هایدگر در باب این پسا ساختارگرایان وقتی صحبت میکنن، هایدگر هم گفته که مثلا فنومنولوژی که از حسل به ما رسیده در نگاه مارکسیستی به جهان، یا عالمه قلوم کلمه قلوم بسلوم به انداخت که آخر هم همه بندگی نگاه میکنن میبینن چی گفت، ما هم که نفهمیدیم چی گفت، همه هم میترسن از این که حکم بیسوادی بهشون بخوره، هیچی هم نمیگن. این میشه فضل فروشی. یک مثال خوبش من پیشنهاد میدم دوستان، یک فیلمی هست از آقای فردی در باب زندگی جناب استاد فردی، کسایی که الان میشناسن ایشون رو، ایشون فیلسوف به قول خودشون هایدگر شناس بودن، یه فیلم جالبی در موردشون ساخته شده روی یوتیوبه، بسیار بسیار جالبه. ایشون خیلی برخورد جامعه با این آدم جالبه. این آدم رسما پرت و پلا میگه، یعنی رسما به عنوان کسی که فلسفه خونده، من به شما میگم ایشون پرت و پلا میگه، یعنی تمام سیستمش رو بریزی رو هم دو صفحه از توش در نمیاد، یک سیستم متافیزیکی درستی از توش در نمیاد، ولی آنچنان با اعتماد به نفس و داد و هوار و نمیدونم تو حرف دیگران پریدن و جملات عجیب غریب پشت سر هم ردیف کردن داره حرف میزنه که همه مرعوب میشن. توی برنامه تلویزیونیشون رفته آقای میبودی هم اتفاقا قبل از انقلاب، هم دیشب اندکی پیش از انقلاب مجری برنامه است، این آقا انقدر تو حرف دیگران میپره و انقدر پرت و پلا میگه و انقدر فلسفه فروشی میکنه، نیم دراپینگ، هی اسم میندازه و اسم میندازه از این حرفا که همه گیج میشن. و جالبه در آخر برنامه آقای میمودی میگه گویا من خیلی بیسوادم، ما که نفهمیدیم استاد فردی، حتما از یک اندازه دیگری در باب علم صحبت میکنن که سواد ما قد نمیده. این به هر حال مواظب باشین که مرعوب فضل فروشی نشین. این نکته جالبم اینه که کسانی که یک موضوع رو خوب میدونن، این تجربه شخصی منه، کسانی که این موضوع رو خوب میدونن ساده هم بیانش میکنن. یعنی من با حالا این افتخار رو داشتم چند تا از بزرگترین فیلسوفای زنده جهان رو دیدم، مثل مایکل دامت، مثل کریسپین رایت، مثل پیتر سینگر، نمیدونم دن دنت، اینا رو من باشون صحبت کردم از نزدیک، که هر کدوم اینا باشون حرف میزنیم
اونقدر ساده و اونقدر شیوا و اونقدر مخلصانه و افتاده صحبت میکنن که شما میبینید زیباترین اندیشه ها و بزرگترین اندیشه ها رو در یک قالب جملات بسیار ساده طوری میگن که هم قابل فهمه و هم قابل درکه و هم کمک میکنه به انسان. معمولا کسانی که پیچیده حرف میزنن یا سواد درستی در مورد داستان ندارن، خوب نفهمیدن، یا اینکه دارن فلسفه فروشی میکنن. یعنی باید مواظب باشین که توی این مغالطه گیر نکنن. مغالطه کمیت گرایی، اینم یک مغالطه است برای خودش. خیلی ها میان یوها آمار میدن، یوهای آمارهای عجیب غریبی میدن که شما نمیتونی آمار رو چک بکنی، نمیشه در موردش خیلی دقت کرد. دیتیل به شما میدن، آنچنان دیتیلی میده که شما رو میخکوب میکنه، میگه حالا من چجوری دیتیلی رو رد کنم در جایی که لازم نیست. مثلا میگه آقا من شما رو خیلی دوست دارم، من سه برابر خواهرم شما رو دوست دارم. حالا سه برابر، حالا مثلا اگه میگفتی چهار برابر، فرق چقدر فرق مثلا میدونی دقیقاً سه و چهار برابر کدومش؟ وقتی ولی میگه من سه برابر خواهرم به شما اعتماد دارم، مثلا طرف رو توی موقعیت میذاری، فکر میکنی داره خیلی حرف مهم و دقیقی میزنه. یا مثلا طرف میگه آقا 72.5% مردم با حجاب موافقن، بعد شما میگی خب این داره 72.5، 72 هم نگفت. حالا باز اگه میگفت 70%، حالا شاید ما میگفتیم نه 60%، ولی این داره 2.5ش هم میگه. خب پس ما دیگه چیزی نداریم بگیم دیگه. چی بگیم؟ میخواید یک چیزی باورپذیر بشه، یک دروغ باورپذیر بشه، جزئیات باید بدید، دیتیل باید بدید. و خیلی وقت آدم ها این کار رو میکنن که دروغشون رو باور کنید و شما اشتباه میکنید و گول میخورید. طرف میبینی با یک دیتیلی داره مهمونی رو توضیح میده و یک چیزای ریزی رو داره میگه که اصلا اتفاقی که تو مهمونی نیفته رو شما باور بکنید. یا آقا فلانی نگیدی پشت سر چی گفت؟ ما میگیم آقا چی گفت؟ بعد میگه همونجا نشسته بودیم بشقاب و یادیست اونجا داشت سالاد لوبیا میخورد، سالاد لوبیاش افتاد زمین. بعد مثلا اون بابا مگه نگیدی محفش رفت اومد تمیز کرد اون بغل پاش؟ میگه آره چی یه دیتیلایی که مثلا یادم نیست این داره میگه. بعد میبینی آخر با از طریق این دیتیلا به اینجا میرسیم که طرف داشت پشت سر تو پرت و پلا میگفت تو حواست نبود، در حالی که مثلا اصلا این اتفاق نیفتاده. باید مواظب باشیم که جزئیات زیاد دادن یا آمار دقیق دادن لزوما به معنای درستی نیست، خیلی وقت به معنای گول زدنه. یکی دیگه مغالطه بعدی استفاده از بار ارزشی کلمات. ما میدونیم کلمات بعضیا خوبن بعضیا بدن، یعنی بار معنایی دارن. مثلا من آدم ولخرجی ام، دوستان به من میگن آقا وریا خیلی دست و دلبازه. خب در حالی که مثلا من میگم خودم ولخرج و بی عقل بدونم، مثلا برعکس مثلا یه آدمی خودش رو دست و دلباز میدونه، دیگران بهش میگن بابا این اصلا حرف این ولخرجه. یعنی چی؟ یعنی یک مفهومی که کاملا میتونه به هر طرف بیفته معنا داشته باشه، با تغییر کلمه کاملا معنا تغییر میکنه. مثلا یه آدمی خیلی اعتماد به نفس داره، برای که تخریبش بکنم میگن آقا این خیلی لجباز، اصلا پرروه، بچه پررویه. حالا یعنی اعتماد به نفس اون آدمو که از این میاد که به خودش مطمئنه، حاضره به راحتی به آدما مثلا چالش بکنه، ایده های دیگران رو استدلال بکنه، این تبدیل میشه به پررویی و بی ادبی و طرف اصلا محکوم میشه، طرف در موضع پایینی قرار میگیره. یعنی یا مثلا میبینی که آقا ما رفتیم بازی کردیم باختیم، آقا باختیم دیگه، باخت دیگه، میگه تیم ما نتیجه را واگذار کرد، انگار یه چیز دست ما بوده، مال ما بوده، ما دادیمش به اونا. آقا باختی، شما تیم ما باخت، تیم اونا برد. منتها با گفتن این گزاره به یک مدلی که همچین دردش کمتره، معناش هم عوض میکنه. مثلا من به خودم میگم آقا من در اعتقاد خودم آقا ثابت قدمم، ماها آدمای ثابت قدمی هستیم، آدمای با ایمانی هستیم، شما این بیدینان باید لجاجت میکنین و تعصب میبرزین و با دین حراسی خودتون میدارین جهل و تعصب درست میکنین. یعنی اعتقاد این آدم که همونقدر متعصبانه است شد ثابت قدم بودن و معتقد بودن و با ایمان بودن که بار مثبت داره، طرف مقابل شد متهم شد به لجاجت و دین حراسی و نمیدونم جهل و تعصب. مقالطه بعدی که زیادم هست توسل به احساسات، این خیلی جالبه، appeal to emotions. ما معمولا در این مغالطه تشخیص میدیم نقطه ضعف و قدرت طرف مقابل کجاست و بعد با تحریک احساساتش این نقطه ضعفش رو ازش سوء استفاده میکنیم. خب خیلی وقتا واقعا با گریه کردن آدم ها این کار انجام میده، یعنی همین که عشق آمد این خودش مغالطه است. یعنی توسل به احساسات، شما یه
انتظار بیجا داری از یکی که طرف میگه آقا اصلا این انتظار تو انتظار بیجایی، من برای چی باید این کارو بکنم؟ همین که من شروع میکنم به گریه کردن و میگم واقعا تو آدم اصلا من نمیدونم چرا با تو هم، تو اینقدر بی احساسی، اینقدر چه میدونم بی توجهی، و بعد شروع میکنم گریه کردن، ای کاش اصلا من با تو دوست نشده بودم. بعد همون آن طرف احساس میکنه که خب خیلی خب من پس باید انجام بدم این کارو. یه مهم نیست استدلالی که پشت اون کار چیه، مهمی که به احساسات من توسل شد و تموم شد، من واگذار کردم نتیجه رو، در حقیقت نتیجه واگذار شد. تو مثلا میگه آقا من بدبخت بیچاره شدم از دست تو، زن مادرم دق کرد، نمیدونی من مادر من هر روز داره خون گریه میکنم به خاطر اینکه به خاطر تو خانوادم یه روز وقت ندارم برم مادرمو ببینم. یعنی چی؟ یعنی با توسل به احساسات و عذاب وجدان دادن به اون آدم، به اون همسر بیچاره، برنامه ریزی غلط خودم که درست نمیتونم برم مادرم رو ببینم، یه برنامه ریزم رو دارم میزنم گردن اون و دارم توسل به احساسات میکنم. دقیقا یه مثلا میگه این همه سال من آرزو داشتم برم لاس وگاس، یه بار تو این آرزو رو به دل من گذاشتی، آخه من چه بدی به تو کرده بودم؟ میگه که بابا من این همه آرزوهای دیگه تو مثلا برآورده کردم، یه جانم جای دیگه با هم رفتیم، مثلا یه همه کارهای دیگه، حالا یه لاس وگاس خب حالا نشده. این که به این معنی نیست که مثلا من آدم پلیدیم، این هم تنها آرزو تو به دلت گذاشتم، ولی آخرش میبینی همون نتیجه میشه و طرف شکست میخوره. یا مدل دیگه خانم بهنش بختیاری جالب گفته بودن که خیلی وقتا هم استفاده از حساسیت‌های دینی، ادعای نادرست رو به شخصیت دینی نسبت دادن، مثلا بگیم که آقا مثلا به قول حضرت علی اینجوری یا به قول حضرت محمد اونجوری، مثلا چه می‌دونم آقا این زن‌ها چه می‌دونم عقلشون کم، آقا در نهج البلاغه اومده آیه خطبه 80 فکر می‌کنم یا 89 اینا عقلشون کمتره، بعد از جنگ صفین میگه آقا اینا رو بندازین تو خونه‌شون چه گریه می‌کنن اینجا و نمی‌دونم بالاترین خوی زنان پستنی خوی مردان از این حرفا. یعنی یک اپیل کردن به یک اتوریته مذهبی و احساسات رو برانگیخته کردن برای اینکه یه آدمی تو سر زنش بزنه، برای اینکه بهش بگه خاک بر سر تو چرا زن ذلیلی انقدر، حضرت علی هم گفته نباید زن ذلیل باشی. مقالطه عوام فریبی، اینم که خب خیلی زیاد انجام میشه، میبینیم به طور روزمره درگیرش میشیم، بهترین عوام فریبان این روزها در حکومت ها هستن دیگه، مثال هاش هم زیاده دیگه، یکی دو تا نیست، از خود وزیر خودمون در اینجا تا رئیس جمهور شریف آمریکا تا این رئیس جمهوران عالی اروپای شرقی و آقای پوتین و در ایران، یعنی زیادن، یکی دوتا نیستن. عوام فریبی معمولا اینطوری صورت میگیره که احساسات یک ملت رو باش بازی، همون توسل به احساساته، منطقه مثلا با بلند کردن یک پرچم، با استفاده از یک عبارت تاریخی که یه احساسات آدم ها رو به هم بریزه، یا اینکه ادعاهای بدون آمار بیهوده برای اینکه مثلا رأی بخریم برای انتخاب. مثلا نمونه جالبش وقتی بود که استالین اون سخنرانی معروفش در زمانی که هیتلر حمله کرده و این نازی‌ها داشتن پیشروی می‌کردن و اینها، که این سخنرانی معروفی اونایی که خوندن می‌دونن، مردم شوروی خب آسی شده بودن از دست نازی، اول براشون گل می‌بردن که آقا بیاین ما را از چرین استالین خلاص کنیم، بعد نازی شروع کردن به کشتن و اصلاح نژادی، از همونجا دیدن آقا گیر یه آدم خورای بدتر از استالین افتادن، استالین هم سوء استفاده کرد. عوام فریبی به این میگن، یعنی همون ملتی که خودش کشته بود و زندانی کرده بود و خفه کرده بود و به گولاگ فرستاده بود، رفت اون بالا گفت ای فرزندان تزار، ای مردمان شریف روسیه، آقا روسیه چی شد؟ روسیه دیگه نیست، شما که اتحاد جماهیر شوروی تزار رو که خودتون گرفتین کشتین، ای نمیدونم شروع کرد، ای فرزندان نمیدونم تولستوی، و شروع کرد از اون بزرگی های شوروی یا روسیه قبل از انقلاب گفتن و عوام فریبی کردن که ارتش سرخ درست بکنه و این بدبختا رو بفرسته جلوی تانکای آلمانا که حالا دیگه میدونیم چقدر کشته شدن در اون جنگ دیگه. این مثال های خوب عوام فریبیه که این روزها خب آقای ترامپ خوب دارن انجامش میدن و همونطور در جای دیگه جهان هم دارن انجام میشه. یکی دیگه استفاده از مرجع کاذب، مغالطه استفاده از مرجع کاذب. خیلی وقتا ما یوهو یک رفرنسی به یک کسی میدیم که طرف اصلا در این زمینه متخصص نیست. مثلا آقای اینشتین خب فیزیکدانه، متخصص فیزیک بوده، ایشون بنیانگذار نسبیت بوده. حالا بحث خداست، دو نفر آدمی که یکی خدا باوره که خدا ناباوره با هم بحث دارن. آقای خدا باور میگه آقا چی میگه شما؟ اینشتین هم به خدا باور داشت. خب
انیشتن باور داشت یا باور نداشت. اولا که باور نداشت، خب اینکه همینجا دروغه، چون ایشون دروغ طوری است، چون ایشون به یک مدلی از طبیعت باور داشت، اسمش هم گذاشته بود خدا، خودش هم بارها گفتم به خدای شخصی باور نداشت. اما فرض بکنیم که باور داشت، مگه مهمه؟ انیشتن فیزیکدان بوده، ما بحثمون در باب الهیاته، متخصص الهیات که سانی انفازه اصلا مگر استشهاد از کسی به معنی استدلال است؟ چون انیشتن باور داشته پس درسته؟ و برعکسش هم هست، حالا هوکینگ باور نداره، حالا حرفی کی درسته؟ یا مثلا چه میدونم طرف میخواد عاشق موسیقی ایرانیه، میخواد بگه بقیه موسیقی ها بدن، میگه آقا استاد عجمی خوشنویس هم ایشون هم عاشق موسیقی ایرانیه. خب بله، منم آقای عجمی رو دوست دارم، خیلی هم ارادت دارم، عاشق موسیقی ایرانی هم هستم، ولی چون آقای عجمی موسیقی ایرانی دوست داره به این معنی نیست که مثلا موسیقی کلاسیک بده. که یا خیلی وقتا میگن به قول مرجعی که نخواست نامش باشه. و این اتفاق توی روزنامه ها زیاد میفته، توی دولت ها زیاد. به قول صاحب منصبی که نمیخواست، یکی از صاحب منصبان بلندپایه، خب کی آقا، از کی داری میگی؟ اصلا چرا ما باید باور کنیم به قول کسی؟ بدون هست misleading vividness، جزئیات گمراه کننده. این چون مقالطه خیلی ایرانیه، فکر کنم بامزه است. فکر کنم همه ما برخورد داشتیم با دوستانی که باشون بحث میکنیم، در باب یه امری ما صحبت میکنیم، طرف داستان تعریف میکنه به جای اینکه ما استدلال کنیم، شروع میکنه داستان تعریف کردن، خاطره گفتن. مثلا اینکه که آقا استبداد هم چیز بدیه ها، این رژیم قبلی هم استبدادی بود، حالا فرقی نمیکنه، حالا توش مثلا یه ذره آخر پرتر بود و یه ذره حجاب مثلا وجود نداشت، ولی به هر حال استبداد استبداد اصلا خوب نیست. میگه پسر جان استبداد، شما میدونی استبداد چیه؟ ما اون قبل، شما که متولد سال چندی میگی؟ مثلا متولد مثلا دهه 60. آها خب هیچ، ما اون موقع آقا سال 52 با برادرم میرفتیم اینجا سر پیچ شمرون. میدونی پیچمون کجاست؟ میگی حالا بله شنیدم، یا حالا هرچی، اونجا یه کبابی بود آقای مثلا مزروب، مثلا چه میدونم هوویک ارمنی بود، میگفتیم آقا هوویک بیا، میگفت بله قربان، به به، میومد و باز ما پذیرایی میکرد. شما نمیدونی این مغازهش مثل دستی بود، این کبابا رو اینجوری چیده بود اونجا، نمیدونم کباب چنجه داشت، من اینجور توضیح میده، نیم ساعت از مغازه یارو گفته. بعد آقا میگفت کبابو میآورد ما رو این جلوی ماشین، روی کاپوت ماشین میذاشتیم، آقا میخوردیم، کسی به کار ما مگه کاری داشت؟ مامور پلیس هم رد میشد یه شات هم به بعد این عرق هم میآورد میذاشت اونجا، به سلامتی مامور هم میخوردیم، اونم میخندید. و خلاصه بعد از نیم ساعت حرف زدن از عرق خوری و کباب خوری و این چیزا، میخواد ثابت بکنه که با این خاطرات میخواد به شما بگه استبداد نبود و شما استبداد نمیدونی چیه. میگه آقا ما یه جمله گفتیم، شما قبل استدلال بکنی، 400 بر من خاطره گفتی که آخه این که نشد. یا مثلا میگی سیگار کشیدن مثلا بعدها، آقا سیگار برای سلامتی بعد. حالا طرف میاد 4 ساعت داستان تعریف میکنه از پدر بزرگش، از پدر پدر بزرگش که پهلوان دربار ناصری بوده، ایشون نمیدونم پهلوان خراسانی رو هم زمین زده بوده، کشتیگیر فلان بوده، هر لحظه این چپقش دستش رو میگفت، یک چپقی داشت دستش انقدر بود، بابا این توتون رو میگه خیلی قلاج میبست و این وقتی که ناصرالدین شاه داشت این بازوبند پهلوانی رو بعد دست نمیدونم پدر بزرگ من میبست، هنوز داشت چپقش دستش بود. و وقتی هم که مادر زنش بوده من همسرش اومد میگفت اصغر آقا این منقل تو آمون، هی داره توضیح میده که این چجوری منقل داشت و چجوری چپق میکشید و تا 90 سالگی هم زندگی کرد، که به شما بگه یه آدمی بوده که پهلوان بوده، 90 سالش هم شده چپق هم میکشیده و نمرده. بعد حالا میخواد ثابت بکنه که چی؟ که بی خود میگی سیگار کشیدن بده. میگه آقا یه عالم شواهد هست که سیگار برای سلامتی مضر، ریسک ابتلا رو میبره بالا، حالا شما میخواد بگی پدر بزرگ سیگار. و این یعنی جزئیات اضافه طولانی خسته کننده. آخرم میبینی اینقدر خسته شده دیگه حسل استدلال نداری، میگه آقا باشه خیلی ممنون مرسی. این مقاله توسل به جهلم جالبه. خیلی وقتا ما دلیل یک چیزی رو نمیدونیم و چون دلیلش رو نمیدونیم خود به خود یک نتیجه میگیریم که پس باید این باشه. خب آخه این دلیل خوب و کافی برای الف نداریم، برای مثلا اینکه بگیم گزاره الف غلطه، دلیل به اندازه خوب نداریم میگیم پس درسته. این که نشد که مثلا مثال میگه آقا در تمام مدتی که من به عنوان درمانگر کار کردم هیچ گزارشی از این که روش درمانی من کارآمد نبوده یا بیمار رو اذیت کرده من نگرفتم. پس چی؟ بس میخواد سوال بکنه که روش درمانیش یکی از موثرترین روش هاست و بی خطرترین روش هاست. چرا؟
چون برعکسش تا حالا ثابت نشد، چون تا حالا شکایت نداشته. حالا ما از کجا بدونیم یه عده آدم رفتن پشت سر این آقا اصلا فوش دادن، مثلا آقا به درد نمیخوره، اصلا مرتیکش نمیفهمه، ما رو علاف کرده، پولمون رو گرفت، جلو هم نیومدن مثلا شکایت کنه، یا اینکه اصلا خیلی رفتن بدتر شدن دیگه هم سراغ درمانگر اونا رو، یعنی بدون اینکه یه استادی صورت بگیره، بدون اینکه درست ما بدونیم دلیل کافی آیا وجود داره، چون فقط دلیل کافی وجود نداره میگه پس همینه. یا مثلا میگه که آقا هیچ کس علت بیگ بنگ رو نمیدونه. خب اصلا ما نمیدونیم علت داره یا نه، اصلا معلوم نیست که علت داشته باشه، ممکنه چیزی از هیچ به وجود اومده. ما میدونیم بدون علت ذرات ساب اتمیک به جهان میان در خلأ کوانتومی، ما اینو میدونیم، ما نمیدونیم مثلا این موضوع غلطه، میگه چون هیچ کس علت بیگ بنگ رو نمیدونه، خب پس خدا بود. خب اصلا چرا؟ چون ما نمیدونیم پس همینجوری باید نسبتش بدیم، این چه توسل به جهل. یا مثلا میگه آقا من تو این اشیا تو خونم ناپدید میشه، من کیف پولمو گذاشته بودم رفت، هفته پیش خانومم گوشوارش گم شد، مثلا این چند تا چیز تو خونه گم شده، میگه خونه ما روح داره. خب باز دوباره توسل به جهل، چون چند تا چیز تو خونه شما گم شد و تو دلیلشو نمیدونی که چرا گم شد، که حتما یک دلیل فیزیکی داره، یه جایی انداختیش، یه کسی برداشته، یه بندیش به اینکه روح وجود داره، یا یعنی اینکه مثلا داشتم به فلان چیز فکر میکردم این چراغ یهو سوخت، بعد ما چون نمیتونیم توضیح بدیم چرا چراغ سوخت، چون خیلی وقتا واقعا رندوم، دلیل خاصی هم نداره، میگیم خب پس مثلا خونه ما پولتگایست داره یا روح خبیث داره. این توسل به جهل خیلی استفاده میشه متاسفانه، خیلی وقتا حواسمون نیست که چون این موضوع رو درست نمیدونیم خود به خود ربطش میدیم به یک دلیلی که اصلا قابل بررسی نیست، باید مواظب باشیم که خلاصه ازش استفاده نکنیم.